با سلام به مخاطبین عزیز، چند دقیقه صبر میکنیم تا بقیه دوستان هم حضور پیدا کنن، بعد انشاءالله جلسه رو آغاز میکنیم. به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر محمد پور. امروز 19 بهمن ماه سال 1399 مصادف با 7 فوریه 2021 و این جلسه 41 جلسه ما از سلسله وبینارهای نااندیشی دینی است. عنوان این جلسه ولایت و اقتدار، پیچیدگی الگوهای رهبری می باشد که با حضور آقای دکتر محمد پور، نقدی منصفانه و علمی به دعاوی اخیر ارائه شده توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر سروش خواهیم داشت. قبل از شروع سخنرانی امروز، توضیحاتی در مورد روال این جلسات خدمت شما دوستان عرض می کنم. این جلسه به دو بخش تقسیم می گردد. بخش اول که حدوداً 1 ساعت خواهد بود به ارائه جناب آقای دکتر محمد پور اختصاص دارد و بخش دوم جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی که سوال دارند لطفاً سوالاتشان را در بخش چت این اپلیکیشن و یا در قسمت Q&A کتباً ارسال کنند تا در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشان را مطرح کنیم. همچنین از همه خواهش می‌کنم که در طی برگزاری جلسه صدا و تصویرشان را خاموش نگه دارند. همچنین یادآوری می‌کنم که این جلسه به طور همزمان در فیسبوک آقای دکتر محمد پور که لینک آن در قسمت چت ارسال شده است در حال پخش می‌باشد. دعوت می‌کنم که شنونده جلسه امروز ما با عنوان ولایت و اقتدار، پیچیدگی الگوهای رهبری باشید. جناب آقای دکتر محمد پور در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیزان گرامی که صرف وقت فرمودند و در چند دقیقه آتی مستمع سخنان بنده خواهند بود. اجازه بدید من اسلاید ها را اول باز کنم تا بتونیم مستقیم بریم سراغ اصل موضوع. پیش از اینکه سخنم را آغاز کنم مایلم تشکر کنم از میزبانان گرامی سازمان پژوهشگران ایرانی سبت‌اندیش که از بنده خواستن در خدمت شما باشم. من سعی میکنم به زبان خیلی ساده این دو سه نکته‌ای که قرار است خدمت شما عرض کنم رو صورت بندی کنم، توضیح بدم که پیشتر من این مطلب رو به طور مبسوط و موصل نوشته بودم، روی کاغذ آورده بودم و تصمیم داشتم این رو برای شما بخوانم و به نتیجه رسیدم که احتمالاً ممکنه خیلی خسته کننده بشه. در نتیجه اینها رو به صورت اسلاید تهیه کردم که هم روانتر و راحتتر بشه بحث کرد و هم حتی امکان از به کار بردن اصطلاحات فنی و دشوار ارائه کردن بحث فاصله بگیریم. چنان که میبینید عنوان سخن رو گذاشته این ولایت و اقتدار و کما اینکه دوستانی که سخنرانی های اخیر جناب دکتر سروش استاد بزرگوار ما رو دنبال فرمودند میدونند کلمه اقتدار در صورت بندی که ایشون از مسئله دین و قدرت دارد به وفور به چشم میخورد و درست در برابر اون کلمه ولایت و به شرحی که بنده عرض خواهم کرد اون چیزیست که در واقع معادل اون رو به زبان انگلیسی میگویند اتوریته خیلی به ندرت میبینیم. سعی میکنم ابتدای توضیح کلانی بدم از اینی که محور نقد من بر فرمایشات آقای دکتر سروش چه خواهد بود. اصل اساسی من در این نقد، یعنی در واقع محور اصلی سخن بنده این است که در سخن دکتر سروش، در این سلسله سخنرانی ها به طور خاص در این دو سخنرانی اخیر که واکنش های بسیاری به خودش دیده است، این است که اتوریته و اقتدار یکسان انگاشته شدن، معادل و مترادف هم دیگر تلقی شدن و ارائه شدن. در
صورتبندی که آقای دکتر سروش از در واقع کار پیامبر و پیامبری کردن پیامبر اسلام ارائه کرده اند، این نکته بسیار اساسی است که پیامبر اسلام به عنوان عارف مسلح روایت شده، یعنی کسی است که اراده معطوف به قدرت داشته است، کسی است که در پیامبری در نهایت به رسیدن به قدرت، به مسلط کردن دین و آیین خودش به پشتیبانی شمشیر می اندیشیده و فکر می کرده. نکته دوم این است که در سخنرانی دکتر سروش، علل خصوص در این دو سخنرانی اخیر، شاهد این بودیم که ایشون اشاره کردن به داستان موسی و خضر و اینکه پیامبر اسلام مثل موسی میل به فرعون کوبی داره، یعنی این ایستادگی در برابر قدرت و به دست آوردن قدرت، و هم در یه تراز بالاتری با اون روایت و تفسیری که دکتر سروش از جایگاه و شخصیت خضر ارائه دادند، میل به استفاده از خشونت یا رفتار عقلانی به صرف اتکا به شخصیت خودش به عنوان پیامبر دارد. یعنی ما یه دوگانه بین موسی و خضر داریم که البته توضیح خواهم داد که به زعم من این دوگانه، این جایگاه معکوس و مغلوب شده در روایتی که از دکتر سروش میشنوید. و نکته آخر هم این است که به روایتشون اسلام دین شمشیر است، یعنی که در روایتی که ایشون ارائه میده این نگاه غلبه دارد که اسلام به شمشیر مقرر شده، فلذا اقتدارگرایی پیغمبر هم گره خورده است به این مقرر شدن یا استوار شدن دین اسلام به شمشیر. حالا اگه بخوام یه مرور کلی ارائه بدم با یه تفصیل اندکی بیشتر از آنچه که خواهم گفت، نکته اول این است که چند تا مفهوم با هم خلط شدند و به شکل تقلیل گرایانه در روایت آقای دکتر سروش از اینها استفاده شدند. از همه مهمتر این است که ولایت یا اتوریته و اقتدار و اقتدارگرایی و قدرت با هم اما در هم آمیخته شدن به این شرحی که عرض میکنم. ما در این روایت هیچ تفاوتی بین ظرایف، جزئیات اتوریته، قدرت، اقتدار، خشونت و مشروعیت نمیبینیم. گویی همه اینها کمابیش یکی هستند، به خاطر اینکه در نهایت با تمرکزی که دکتر سروش در پیامدهای عملی نوع در واقع فرمان روایی پیامبر دارد، هیچ تفاوتی میان اینها نمی بینند، یا تفاوت بین اینها اونقدر مهم نیست که باید نیاز داشته باشه برای اینها انگوش گذاشت. نکته سوم این قصه موسی و خضر است که به روایتی که من از عبدالکریم شهرستانی نویسنده الملال النهل در رساله مجلس خوارزم خواهم آورد، روایت تمثیلی حوادث بین موسی و خضر واقع انگاری شده، یعنی جای مثل و جای واقعیت دگرگون شده و در واقع از یه داستان تمثیلی نتیجه واقعی و روی زمین گرفته آقای دکتر سروش. و نکته سوم نسبت و ارتباط بین عقلانیت و اتوریته است و اینه که چگونه ولایت میتواند عقلانی باشد، و مثال های خواهم آورد از ناصر خسرو، چون در خلال گفتگویی که با دکتر سروش داشتیم ایشون یه جا اشاره کردن به ابیاتی از قصیده ناصر خسرو که به زعم من از بافتار و زمینه اصلی سخن ناصر خسرو فاصله گرفته و روایتی کمابیش متضاد از آنچه که در سخن ناصر خسرو ارائه شده از این گرفته شده است. من ابتدا میرم سراغ مفاهیم مقدماتی بحث در اینجا و میپردازم به یه تعریف کلی، بدونی که تعریف مانع و جامعی که خیلی بوی ذاتگرایی ازش بیاد، به اقتفای کارل پوپر من میکوشم با یه متدولوژی نومینالیستی برم جلو و این تعریف رو ارائه کنم تا گرهی از کار ما گشوده بشه و بدونیم در باره چی صحبت میکنیم. اول از همه میپردازم به اتوریته و قدرت. اتوریته به روایت جامعه شناسان و پژوهشگران و نظریه پردازان علوم سیاسی، که همون کلمه ایست که در به زبان انگلیسی میگن اتوریتی، و من فکر میکنم یکی از نزدیکترین مفاهیم و کلمات به کلمه اتوریته ولایت است، یعنی این که کسی توانایی این رو داشته باشد که پیروانش رو اقناع به فرمانبرداری کند بدون اینکه متوسل به خشونت شود. یعنی اتوریته فرمانبرداری طلبیدن یا فرمانبردار کردن مردم بدون توسل به زور است. و چنان که گفتم نزدیکترین تعبیر در زبان فارسی یا عربی ولایت است، و این اتوریته، این نکته مهم بعدی است که مربوط به اتوریته است، متکی به باور و ایمان پیروان است. یعنی شما نمیتوانید اتوریته یا ولایتی داشته باشید بدون اینکه پیروان شما به شما باور و ایمان قلبی داشته باشند.
شما میتونید شهروند یک کشور باشید، هیچ نیازی نیست باور و ایمان قلبی به رئیس جمهور یا رهبر یک کشور داشته باشید. همینی که قدرت او رو بپذیرید، همینی که تن بدید به اراده او کافی است. ولی در اتوریته شما همچنان اگر کسی قرار باشه صاحب ولایت باشد، شما همچنان باید ایمان قلبی هم به او داشته باشید. مفهوم دیگر مفهوم قدرت است که در زبان انگلیسی بهش میگن power. قدرت یعنی که شما توان این رو داشته باشید که مقاصد و اراده و نیات خودتون رو به رغم میل درونی زیر دستانتون ببرید جلو. یعنی احتیاج به توافق کسی ندارید، شما صرف اینی که قدرت دارید میتوانید پس میکنید. و این تفاوت دارد با اتوریته، به خاطر اینکه در قدرت صاحب قدرت هیچ نیازی به تصویب یا تایید زیر دستان یا بی قدرتان نداره، فقط اراده او کفایت میکنه. ولو در باور زیر دستانش تزلزل به وجود بیاد، ولو از چشم اینها بیفته، صاحب قدرت کارش رو انجام خواهد داد. اینجاست که ما آشکارای تمایز خیلی صریح میبینیم بین قدرت و بین اتوریته. حالا تفاوت کلیدی بین این دو، چنان که عرض کردم، این است که در ولایت شما نیازی به اعمال خشونت ندارید، اما در قدرت توسل به خشونت کلیدی است. یعنی شما اگر خشونت نداشته باشی، اگر توان، قابلیت و امکان استفاده از خشونت نداشته باشی، قدرت رو از دست میدهی. در ولایت شما نیازمند به باور قلبی و درونی هستید، در قدرت هیچ نیازی به حاجت و نیازی و حاجتی به ایمان درونی و قلبی نیست. حالا میرسیم به خشونت و اقتدارگرایی که اینا دو مفهوم متفاوتی از اینها هستند، ولی با هر دوی اینها پیوند و ارتباط دارند. وقتی از خشونت صحبت میکنیم، مراد ما همون چیزی که انگلیسی زبان ها بهش میگوین وایلنس، یعنی اعمال قدرت که به این میگن اعمال قدرت مشروع که متکی است بر حاکمیت سیاسی. این سخن وبر است دیگه، که این دولت است، این حکومت است که انحصار استفاده از قدرت از خشونت رو دارد. یعنی حکومت میتونه جان شما رو بستاند بدون اینکه به کسی پاسخگو باشه، و این خشونت ورزی حکومت، خشونت ورزی مشروع تلقی میشود. در نتیجه خشونتی که متکی به قدرت غالب سیاسی نباشه، یعنی خشونت حکومتی نباشد، میشه خشونت نامشروع. این همون روایتی که شما در ماکیاولی پیدا میکنید، همون روایتی که در وبر پیدا میکنید. ماکیاولی رو عذرخواهی میکنم و فرمان پس میگیرم، روایتی است که وبر به ما ارائه میده و کمابیش همون روایت حافظی از قدرت است. اقتدارگرایی اما چیزی است که شانه به شانه اینها حرکت میکنه، در واقع کانون بحث ماست. اقتدارگرایی به زبان انگلیسی ترجمه میشه به authoritarianism، یا به ترجمه میشود به autocrat بودن. یعنی شما خودکامه اید، یا فرد اقتدارگرا یا فرد خودکامه به کسی پاسخگو نیست، با کسی مشورت نمیکنه، و خیلی اوقات هم گرفتار خطاهای معرفتی میشه، گرفتار توهم میشه، به خاطر اینکه خودش نیازمند به پاسخگویی به کسی نمیدونه و سراغ کسی نمیره برای اینکه ببینه در کجا خطای معرفتی پیدا کرده است. خب عجیب نیست اگر اینها کنار هم به کار رفته باشه، به خاطر اینکه همپوشانی‌های زیادی در بین اینها میبینیم ما. حالا اگه برگردیم با یه توضیحات بیشتری سعی کنیم درباره اتوریته حرف بزنیم، اجازه بدید من یه خورده این رو بس بدم اینجا. در زبان‌های اروپایی و غربی اتوریته، هم کلمه اتوریتی، ریشه‌اش اکتوریتاس هست که از لاتین و یونانی میاد، و اکتوریتاس یعنی افزودن استدلال به دلیل به اراده. یعنی شما یه تصمیم میخواید بگیرید برای، یا میخواید تصمیمتون رو مردم گوش بدن، از فرمان شما اطاعت کنن، برای این فرمانی که شما برای مردم میآورید اراده ای، دلیلی میآورید و استدلالی میکنید که این کاری که من شما میگم انجام بدید کار خوبی است. یعنی در واقع مثل پدری، مثل پیر فرزانه ای که به پیروانش یه توصیه ای میکنه. اینجاست که این اکتوریتاس از توصیه خالی خیلی بیشتر است، اما از فرمان کمتر است. یعنی نه متوسل به خشونت می شود و نه چیز بی ارزشی است که شما بتونید بهش بی اعتنایی کنید به سادگی. نه نادیده می توانید بگیرید این اتوریته یا این ولایت رو، به خاطر که وزنی داره، به خاطر که استدلالی داره، به خاطر که یک خردمندی پشت این نشسته است، و نه با یه فرمان قلاز و شدادی مواجه هستید که اگر ازش سرپیچی کردید پیامدها و عواقب سنگینی داشته باشد. فلذا اتوریته یعنی که یک کسی به اراده و تصمیم که یعنی در واقع به فرمانی که به مردم میدهد، و این فرمان با تکیه بر شناختی که از ارزش‌های این مردم داره و برای این مردم این ارزش‌ها محترم و مقدس هستند به آنها میده، به این فرمان خردمندی هم میافزاید، استدلال هم اضافه میکند، در واقع این فرمان رو عقلانی میکند و تحلیل شما میدهد.
حالا در زبان فارسی ما گرفتار یک مسئله هستیم که عمدتاً برخواسته از ترجمه است به خیال من، به این دلیل که زمانی که با لفظ اتوریته ما برخورد کردیم، شما میبینید که در زبان فارسی طیف بسیار گسترده‌ای وجود دارد از معادل‌ها و اصطلاحات و تعابیری که همسان یا مترادف یا معادل اتوریته قرار دادن. در حوزه معنایی پیامبری، امامت، خلافت، سلطنت، حکومت، ولایت، حکم، ملک همه به یه نحوی ارتباطی با اتوریته دارن و این الفاظ تعابیر علل خصوص برای جوامع مسلمان که با این مفاهیم اتوریته بسیار برخورد میکنن و اصلا ریشه در دین و سنت و فرهنگشون داره بسیار ملموستر است. حالا مترجمان ما کاری که کردن اینه که اتوریته رو به اقتدار ترجمه کردن و این اقتدار رو گذاشتن کنار مرجعیت، زعامت، رهبری و اتوریته شد اقتدار ناگهان. و ما از اون معادل نسبتاً دقیق‌تر اتوریته فاصله گرفتیم. گاهی اوقات این اتوریته به معنای کلان سلطان یا ولایت هم به کار رفته، البته نه این سلطان معنای پادشاه، بلکه سلطانی که تو بافتار قرآنی کلمه به کار میره که وارد بحث‌های تفسیریش نمی‌خوایم بشیم، و این ولایت رو یه وقتایی فرو می‌کنن به ولایت شیوخ صوفیه، در حالی که ولایت اختصاص به ولایت شیوخ صوفیه نداره. ولایت رو شما میتونید ولایت پادشاه باشه، میتونه ولایت قاضی باشه، میتونه ولایت نویسنده باشه، میتونه ولایت پدر و مادر باشه و هلوم مجر را. به همین شکل میتونید ادامه بدید بحثایی که مربوط به اتوریته میشود. حالا هر دو سوی اینها اومدن یه رفتار تقلیل گرایانه با اتوریته کردن که اتوریته را از کارکردش دور کردن. این سخنیست که یه جامعه شناسی داریم به اسم فرانک فوردی که کتابی نوشته است درباره جامعه شناسی اتوریته. ایشون یه جایی میگوید که در روزگار ما اتفاقی که افتاده است اینه که زبان اتوریته با زبان قدرت خلق شده، یعنی قدرت خودش رو به شکل و به صورت اتوریته به شما نشان میدهد، خشونت خودش رو در لباس اتوریته به شما عرضه میکنه، در حالی که به محض اینکه نقاب رو از روی اینها بردارید میبینید که این اتوریته نیست بلکه قدرت است، این اتوریته نیست بلکه خشونت است، خودش رو به این شکل ارائه میکنه به شما. حالا اتفاقی که اینجا افتاده است این است که درست عکس این داره اتفاق میفته، اون اتوریته در واقع دارد در لباس خشونت به ما خودش نشون میده، یعنی درست مسیر عکس اون چیزی که فوردی به ما نشان میده. حالا این اتوریته در یه چارچوب شیعی که البته اینجا نقطه افتراق، احتمالاً نقطه افتراق بنده با آقای دکتر سروش است، به خاطر اینکه ایشان قائل به خاتمیت هستن و قول به خاتمیت به یه وجهی به معنای ختم هر گونه ولایت از جنس ولایت پیامبر است، به خاطر اینکه پس از او دیگر نباید کسی با این خصلت ها وجود داشته باشد به روایت دکتر سروش. ارجاع میدم من به مقاله‌ای که آقای پروفسور هرمان لندورت نوشته در دارالمعارف دین. لندورت با تکیه بر منابع اولیه در واقع سراغ ریشه لغوی اینها رفته و اینی که عرب زمان پیامبر ولایت رو چگونه میفهمیده است. این ولایت یا ولایت یعنی نزدیک یا مجاور کسی بودن که یا دوست یا خیشاوند کسی بودن یا حکومت کردن، ولایت یا قیمومیت داشتن بر کسی. و اگر دقت بفرمایید این بحث ها عمدتاً در دایره اون حدیث قدیر خم مطرح می شود که پیامبر به مسلمانان می گوید که هر کسی که من مولای اویم علی هم مولای اوست و او بر شما ولایت دارد. لذا ولایت به یکی از این معانی به کار رفته است و البته اینجا ولایت به معنای حکومتی و معنای خلافت به کار نرفته و این افرادی مثل لندول و کسان دیگر اشاره کردند که در حدیث قدیر هیچ اشاره‌ای به نسبت خیشاوندی پیامبر به اون معنا نشده، در حالی که از لحاظ لفظی و لغوی در بستر فهم زبان عربی مردم زمان پیامبر چنان که پیداست چون این معنایی میداده. حالا اینجا نقطه عظیمت بحث شیعیان این است که ولایت استمرار داره، ما به ختم ولایت نمیرسیم، ولایت همچنان امتداد پیدا میکنه. البته اگر به فهمی که دکتر سروش از تصوف دارد مراجعه کنیم میبینیم که این ولایت شما در صوفیان رو بسیار میبینید و شاید برجسته‌ترین و مهمترین صاحب ولایتی که در افق دید آقای دکتر سروش دیده میشود مولوی است، البته که ایشون بارها به صراحت هم گفته است که ایشون خاتم العرفا میداند. در خلال صحبت‌های دکتر سروش تفکیکی صورت گرفته بین ایمان و اسلام
ما اگر به اون آیه‌ای که به دفعات در سخنرانی های دکتر سروش بهش استناد شده است مراجعه کنیم، اون آیه‌ای که میگوید که اعراب میگویند که ما ایمان آورده ایم، به اعراب بگو شما ایمان نیاوردید بلکه اسلام آورده اید، میبینیم که ایمان در این آیه دلالت ولایی دارد، به همون توصیفی که خدمت شما عرض کردم، دلالت ولایی دارد، یعنی اینکه شما ایمان میآورید به میل و رضایت قلبی خیش، شما به اکراه و به ضرب شمشیر نمی توانید ایمان بیاورید. اصلا اینی که میگن لا اکراه فی الدین، یعنی اشاره دارد به اینه که شما اگر از درون متمایل یا متقاعد نشده باشید به اینه که به چیزی ایمان بیارید، هیچ شمشیری نمی تواند شما را مؤمن بکند. یعنی تسلیم درونی نیاز به توسل به قدرت ندارد. اسلام به روایت دکتر سروش به ما ارائه داده در معنای سیاسیش چیزی نیست جز تن دادن به غلبه صاحب قدرت. یعنی هیچ فرقی نمیکنه شما در دل مؤمن باشید یا نباشید، به محض اینکه شمشیر بالا سرتون گرفتن گفتن بگید لا اله الا الله محمد رسول الله، شما مسلمانید، دیگه کاری به کار شما نخواهند داشت. و این همون چیزی است که در روایت دکتر سروش از اون حدیث داریم که انی امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، به من امر کردن که با مردم مقاتله کنم، قتال کنم تا زمانی که ایمان بیاورن و لا اله الا الله بگوین و بعد از او اسمت مال و دم پیدا میکنن، یعنی مال و خونشون مباح دیگر نخواهد بود. ولی اگه به متن قرآن و سنت مراجعه کنیم و فهم مفسران و بقیه از و مقصود مفسر از دیگران بقیه کسانی که پس از اونها اومدن که شامل فیلسوفان می شود، شامل صوفیان می شود، شامل باطنیان می شود، اسلام به این معنی که اشاره کردیم با غلبه بر تن و تکیه بر زور یکی گرفته نشده. شواهدش هم این هاست که برای شما ارائه می کنم. اگر به متن قرآنی نگاه کنیم، ما در سوره یونس در آیه 72 از زبان نوح می شنویم که نوح به ما می گوید و امرتو ان اکون من المسلمین، به من گفتن که از مسلمانان باش. خب اینجا که اسلام به اون معنایی که ما گفتیم اصلا وجود نداره، که اصلا محمدی از راه نرسیده، این اسلام به اصطلاح تاریخی وجود ندارد. در سوره حج آیه 78 میبینیم که ابراهیم هم دقیقا همین سخنان رو دارد و موقعی که به ابراهیم اشاره میکند این است که ابراهیم کسی است که ملت مسلمانی رو برای شما ایجاد کرد. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی این ابراهیم است که شما رو مسلمان کرده است. و این مسلمانی کما اینکه از بافتار این دعای مشهود است هیچ ربطی به قدرت شمشیر ندارد و ارتباطی به قتال کردن با کسی نمیتواند داشته باشد. پس اینجا آشکارا حتی این اسلام هم از جنس ایمان است و پایه و مبنای این اسلام همچنان ولایی است، جذب دل است نه مقهور کردن تن، روبودن دل هاست نه تقلب، در واقع غلبه کردن بر تنهای آدمیان. حتی توی سطح دیگری ما آیه داریم که به یه تعبیر دیگری یاد میکنه. در سوره نساء آیه 136 میبینیم که میگوید که یا ایها الذین آمنوا بالله، یعنی حتی گریبان اهل ایمان رو میگیرد و اهل ایمان میگوید شما هنوز ایمان نیاورده اید. این آیه رو بگذارید کنار اون آیه که میگوید و قالت الاعراب آمنا، بگو شما ایمان نیاوردید، بگه شما اسلام آوردید. و این آیات از جای مختلفی انتخاب شده، یعنی ما نمیتونیم بگیم که ها یه آیات یه پیغمبر اسلام یه دوره تاریخی داشت در مکه، خیلی مدنی رفتار میکرد، خیلی متوازن بود، خیلی فروتن بود، دست به شمشیر نمیبرد، و مثلا اینکه رفت به مدینه و قدرت پیدا کرد، حکومت پیدا کرد، خب شمشیر کشید و شروع کرد به پیاده کردن دین خودش به ضرب شمشیر. کما اینکه میبینید این علت خصوصی آیه آخری که من برای شما آوردم آیه مکی نیست، سوره نساء از سورایی است که مفصل آیاتی داره درباره احکام، درباره قوانین و شامل خیلی چیز هست، یعنی مجموعه پراکنده ای از آیات مختلف است. ولی اینجا دلالت آیه این نیست که ایمان شما رو، ایمان یه مرحله درونی است که بعد رسیدن به اسلام بهش میرسید، یعنی شما حتی مؤمن باشید همچنان به اون درجات ایمانی که مد نظر این آیه است نرسیده اید. حالا اینجا ما بسیار مهم است که بتونیم این روایت تقلیل گرایانه از ایمان و اسلام رو، به خاطر اینکه کاری که دکتر سروش میکند کاری نیست که بگوییم کار نادرستی، به خاطر اینکه سندی که ایشون ارائه میده، ارجاعی که ایشون میکند، ارجاع به یه آیه است یا ارجاع به یه حدیث است که ظاهرا حدیث همین رو به شما میگوید.
ولی موقعی که در کنار احادیث و روایات دیگه بگذارید که یه تعبیر دیگه به دست شما میدهد، نشون میده که شما نمیتونید با تکیه بر فقط یک حدیث و یک روایت بیاد بگید که این سخن مستحکم نیست. فی الجمله اون چیزی که من میخواستم عرض کنم این است که اینی که ایمان و اسلام رو در واقع دو تا الگو بگیرید، از تسلیم اختیاری و تسلیم اجباری، تقسیم نادقیقی است، بخاطر اینکه ما نیاز به شواهد خیلی بیش از این داریم که بگوییم که اسلام یعنی همینی که شما به ضرب شمشیر تنبیه دینی بدید یا آیین خودتون رو عوض کنید، و نمیتوانیم با نادیده گرفتن حوزه‌های معنایی این کلماتی که در بین اعراب زمان پیامبر جاری بوده این نتیجه که امروز میخوایم بگیریم رو به راحتی ازش بگیریم که اسلام یعنی دین قدرت. نیاز به چیزهای خیلی بیش از این داریم که بگیم اسلام یعنی دین قدرت. من یه اشاره میکنم به آرای دو فیلسوف علوم سیاسی که درباره اتوریته مطلب نوشتن و آثارشون محل ارجاع نویسندگان زیاد است و فرصت نکردم از بقیه نقل قول کنم و مجالی هم نیست که به نویسندگان دیگر اشاره کنیم، ولی در همین حد بگمان من کفایت میکند چون ارتباط برقرار میکند با آن تعبیری که ما از اتوریته و قدرت داشتیم. وبر به ما میگوید که مبنای هر اتوریتهی و در برابر اون هر تمایل و اشتیاقی به اطاعت و فرمانبرداری باور و اعتقاده، یعنی شما اتوریته بدون باور و اعتقاد ندارید و اون کسی که صاحب اتوریته است این منزلت رو به اعتبار همین باور مردم و ایمان مردم به او حاصل کرده است، که البته پیامبران دقیقا در این جایگاه نشستن، در یه چارچوب دیگری امامان شیعه در همین جایگاه قرار دارند. آرنت به ما میگوید که، و این در حوزه سیاست هم البته بعد مسئله اتوریته رو مطرح میکند، که اتوریته راه جایگزینی است برای حل امور داخلی و خارجی در حکومت به جای توسل به زور و خشونت. یعنی حتی در مقام حکومت کردن هم آرنت این رو مفروض نمیگیرد که اتوریته بلافاصله تبدیل به قدرت میشود. اتوریته ضرورتاً قدرت نیست. اتوریته زمان این که دست بکشد از اقناع قلبی و دلهای مردم تبدیل به قدرت میشه اگه بخواد متوسل بشود به خشونت. از آن سو وبر به ما میگوید که قدرت یعنی احتمال اینکه، اونم قطعی هم نیست، احتمال اینکه کسی در روابط اجتماعی بتواند به رغم مخالفت‌هایی که باش میشه اراده خودش رو محقق کند، این میشه قدرت. یعنی مردم همچین تعدلشون هم راضی نیستن شما یه کاری انجام بدی، ولی میدونن که اگر تن ندن به اراده شما یه عاقبت سویی در انتظارشون خواهد بود، درنتیجه تسلیم میشن. خوب دقت کنید اینجا این تفاوت قدرت با اون در زبان حکومت خیلی متفاوت است با قدرت در زبان پیامبر. یعنی یک کسی بشه پادشاهی سلطانی به شما میگوید که اگر از این قانونی که من گذاشتم تخطی کنید شما رو دار میزنم، جانتون رو میستانم. در زبان دین پیغمبر اون جایی که میگوید که شما اگر چنین نکنید و چنان نکنید عذاب میشید، هیچ شمشیری بالا سر کسی نیست. یعنی اگه شما ایمان نیارید انگار نه انگار اون تهدید شما شدید، با اون وعید مواجهید. اون وعید فقط در دل کسی میگیرد یا اون وعده برای کسی اثر میکند که او ایمان آورده باشد پیشتر، و اگه شما ایمان آورده باشید که نیازی به شمشیر نداری. یعنی زبان کاملا متفاوتی است زبان قدرت با زبان ولایت. خب اینجا هیچ فرقی بین قدرت و اقتدار نیست، بنمایه هر دو توسل به خشونت است، و این نکته کلیدی بحث ماست اینجا. صاحب ولایت بدون توسل به خشونت، بدون توسل به تحکم حرفش شنیده میشه و فرمانش اطاعت میشود. چه نیازی از وقتی حرف سخن شما رو کسی بدون توسل به شمشیر میشنود دست به شمشیر بشید؟ برای آخرت هم که شما شمشیر دست نمیگیرید، شما با شمشیر نمیتونید مردم بگید نماز بخون تا به رستگاری برسید. میگه آقا اگه این کارا رو نکردی نتیجهش میشود آن درون دنیای دیگر، منم نمیدونم چی میشه، قاضیش هم یک کسی دیگری است. حالا من یه بار دیگه اینو مرور کنم که رکن رکین ولایت ارادت است. ارادت یعنی محبت، یعنی دل دادن، نه قدرت و خشونت. به معنی ارادت رو به معنای تحت لفظی که در فارسی به کار میره نگیرید، ارادت رو به اون معنی بگیرید که حافظ به کار میبرد، که تو فعل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی به نما تا سعادتی ببری. در نتیجه ولایت نسبتش با ارادت است، با محبت است، نه با قدرت و خشونت. بخش دوم صحبت من پیامبر شناسی مربوط است که نسبتی دارد با اتوریته و ولایت پیامبر. در روایت دکتر سروش پیامبر
یه ولایت و اقتداری داره که پس از اون کسی ندارد و نباید داشته باشد، به تعبیری که در بیشتر در مقاله خاتمیتشون آورده و بعدها هم درباره این صحبت کردن و علل خصوص در سخنرانی اخیراً بر این انگشت گذاشتن. و این پیغمبر است که با تکیه بر اقتدارش نه بر ولایت، این کلمه که من از ولایت استفاده که من از ولایت کردم در زبان دکتر سروش به این شکل وجود نداره. آقای دکتر سروش می‌فرمایند که پیامبر است که با تکیه بر اقتداری که دارد میتواند جان بگیرد و جان بدهد، یعنی این قتال پیامبر تکیه بر اقتدار اوست. و اینجاست نکته ظریف اینجاست که او همزمان متمایل هم خضر باشه هم موسی باشه، مثل موسی بیاد تشریع و قانون گذاری کنه و مثل خضر به طور فضل عینی بیاد جان مردم رو بستاند و خون ریزی کنه. و رفرنس ایشون هم همچنان که دیدیم بارها ارجاع است به همان روایت امرتو ان اقاتل الناس. حالا ما چطور به این نیات و اغراض پیغمبر دست پیدا میکنیم؟ پیامبر این از کجا آورده؟ با توجه به تاریخ پیامبر، با توجه به رفتارهای پیامبر که در سیره منعکس است که محل ارجاع پیامبر است. یعنی شما یک این همانی، یک مساوی سازی دارید بین رفتار فرد از یک طرف و نیات و فعل و انفعالات روانی و قلبی. و یعنی شما برای اینکه روان کسی رو بکاوید و دسترسی به روان او پیدا کنید در همون حدی که میسر است کافی است به رفتارش نگاه کنید، حرفایی که زده است، کارهایی کرده، نتیجه بگیرید که خب در روان او چه میگذرد. یعنی ما با یه جنس روانکاوی نبوی هم اینجا مواجه هستیم. آنچه که من میخوام عرض کنم اینه که در برابر این روایت ما یه روایت دیگری از پیامبری داریم و این روایت دیگر از پیامبری در بین مسلمان ها غلبه و رواج داشته و این فهم از پیامبری فهمی نیست که عموم مسلمانان باش برخورد میکردن. بسیاری از مسلمانان از فیلسوفان گرفته تا صوفیان گرفته تا باطنیان گرفته قائلن به اینه که دین یه ظاهری دارد و یه باطنی و ما نیاز نیست خیلی در تاریخ به عقب برگردیم یا ضرورتا بریم سراغ حتما یه عده‌ای که تأویل گرایان رو به شدت به باطن قرآن توجه دارن. خیلی از مسلمانان از جمله از اهل سنت، از جمله حتی کسانی که حتی به اون شدت صوفی نبودن، به آشکار به روشنی میدیدن که متن قرآن مملو و از آیات تمثیلی است. یه آیاتی شما در قرآن میبینید که یه بخشش با یه بخش دیگرش تضاد و تعارض داره. در نتیجه فهم اینها این بود که برای حل و رفع این تعارضها نیاز دارید به اینی که این تمثیلها رو شما گره‌گشایی کنید. یعنی شما یه طیفی از آیات در قرآن دارید که آیات محکمند، آیات متشابهند. به دوستان آشنا هستم من که وارد جزئیات آیات محکم و متشابه نخواهم شد. و در فهم پیامبری و این در این مورد خاص به طور خاص قصه خضر و موسی ما نیازمند تعویلیم. ما نمیتوانیم و نباید این داستان رو، این قصه رو به صورت تحت و لفظی روایت کنیم یا برگردان این رو تعویل مردم بدیم. آقای دکتر سروش اولا که هم قدرت و خشونت و اینجا رو با هم خلط کردن با ولایت و هم این ولایت رو از این فضای تمثیلی ماجراهایی که بین موسی و خضر می‌گذرد دور کردن و این رو به یه فضای تحت لفظی بردن، یعنی آنچه که مربوط به عالم غیب بوده به یه معنایی رفته تو عالم شهادت، آنچه که مربوط به فضای آیات متشابه بوده رفته تو فضای آیات محکم، آنچه که باطنی بوده شده ظاهری. این چیزی بوده که به روایت خود دکتر سروش اگر روایت رؤیای نبوی ایشون رو بپذیریم باید خوابگزاری می‌شدن. اینجا آقای دکتر سروش دست از خوابگزاری می‌کشن، اینجا دیگه این آیات از نظر ایشون نیاز به خوابگزاری نداره، این آیات هیچ متشابه نیستن، ناگهان آیات میشن محکم. چرا؟ به خاطر اینکه تقویت کننده اون مدعای اصلی هستن که دین یعنی خشونت، یعنی پیغمبر می‌خواسته شبیه خضر رفتار کنه، خضر هم که خب آدم می‌کشته و در روایت صوفیان هم هست میگن که آن پسر را که خضر ببرید حلق سر را آن را در نیابد عام خلق، اینی که در زبان مولوی هم این رو می‌بینید. چه شده که این روایت ناگهان از فضای تمثیل رسیده به این داستانی که نیازمند به هیچ خوابگذاری، نیازمند به هیچ تعبیری نیست؟ خب اگه ما بخوایم اینو به این تعبیر دیگر از پیامبری رو به زبان امروزی صورت بندی کنیم، ما این دوگانه هایی داریم که در زبان دینداران وجود داره: ظاهر، باطن، شریعت، قیامت، تنزیل، تعبیر، محکم، متشابه. این دوگانه ها چرا پیشنهاد میشن؟ چرا اون کسانی که از اینها استفاده میکنن نیاز به اینها دارن؟ به خاطری که میبینن که تعارضهایی
در متن قرآن مشاهده میشه، برای که این تعارض ها رو حل کنن و ناگزیر مجبور نشن دست از قرآن بکشن و بگن آقا این قرآنی که میبینیم هر چی درش هست غیر عقلانی است یا نمیدونم خشونت ورزانه است یا اقتدار گرایانه است. در نتیجه نیاز به دستگاه مفهومی دارن که این تعارض رو حل کنن. نقطه عظیمت اینها هم این است که این شریعت ناگزیر باید مقبول باشه، به خاطر اینکه صاحب شریعتی که نشه نتواند شریعتش رو مدلل کند یا مقبول کند یا خرد آدمیان قانع کند باید شریعتش رو ترک گفت. شما حق دارید بگید آقا من تن به چنین شریعتی نمیدهم. من متوجه هستم که این روایت روایت خردگرایانه است و ممکن است کسی استدلال کند که نه این ایده ای که این استدلال رو کردن ایده معدودی بودن، اینا قاعده بودن، اینا قاعده نبودن بلکه استثنای عالم مسلمانی بودن. به شرطی که ارائه خواهم کرد و مثالی که خواهم آورد من میکوشم نشون بدم که دست بر قضا این افراد هم در تاریخ مسلمان ها بودن و چندان هم استثنا نبودن. خلاصه که من میخوام از نتیجه گیری کنم این است که عقل در فهم این شریعت کلیدی است. یعنی اگر شما برای شریعت ورزی عقلانیت رو بگذاری کنار، این شریعت از موضوعیت میافتد. به چه معنا؟ به معنایی که عرض خواهم کرد اینجا. در روایت دکتر سروش وقتی اشاره می شود به این آیه که انی امرت ان اقاتل الناس، این توصیف توصیف صاحب تنزیل است، توصیف پیامبر است، توصیف صاحب شریعت است، توصیف کسی است که قانون گذاری می کند. در برابر او و این در زبان خود پیامبر هم هست که می گوید که فیکم من یقاتلکم علی تعویل القرآن کما قاتلتکم علی تنزیله، بین شما کسی است که با شما بر سر تعویل قرآن قتال می کند همچنان که من بر سر تنزیل او قتال کردم. و من میخوام دقت کنید به این تعبیری که در برای قتال به کار می رود. راه ساده و بی درد سر این است که ما قتال رو به معنای خون ریختن و آدم کشتن بگیریم، ولی خب تاریخ تعویل گرایی میان مسلمان ها چون این چیز رو به ما نشان نمی دهد که دی برای جا انداختن تعویل گردن آدمیان رو می بریده باشن. شما اصلا نیاز ندارید برای آشنا کردن مردم به عالم معنا گردن کسی رو ببرید، اصلا کسی تن نمیده به اینها. آنچه که من میخواستم اینجا بگم اینه که در این دو روایت مختلف که در یکی شما صاحب تنزیل یا صاحب شریعت مأموریتی داره که در زمان وفات محمد بن عبدالله تمام میشه دیگه، پس از او کسی کار به این تنزیل ندارد، صاحبان ولایت حالا شامل امامان شیعه میشه، شامل صوفیان میشه و بسیار کسانی که این کار انجام میدن و به گمان من شامل حتی خود آقای دکتر سروش هم میشه، به خاطر که ایشون هم خواهی نخواهی متوسل به تعویل شده است و همچنان میشود و اینها در واقع امتداد همون اتوریته و همون ولایت هستن. به وجه در روایتی که دکتر سروش به ما ارائه میدهد هر نوع جان ستاندنی و به طور عام هر نوع خشونتی با اتکا به قدرت پیامبری کردن است و باید دست از این پیامبری کردن کشید، که البته این سخن معقولی در این هست. شما یه لحظه کلمه پیامبری کردن رو بذارید کنار، سخن معقول این است که اون کارهایی که شما 1000 سال پیش میکردید آیا امروز هم میتونید بکنید؟ خب نمیکنید دیگه. منتها نامی که آقای دکتر سروش بر این میگذاره این است که این کار پیامبره، این شأن پیامبری است و این شأنی است که پیامبر خودش برای خودش کشف کرده بود، اراده این را هم داشت، نیت این را هم داشت، عارف هم بود، خب اسلحه هم داشت، شمشیر هم داشت، این کارا رو میکرد. اینجا این دوگانه ظاهر و باطن و تعویل گرایی یک سره از موضوعیت میفته، یعنی از افق دید ما خارج میشه. شهرستانی صاحب ملل نهل در رساله مجلس خوارزم در واقع کما بیش یک سوم این رساله اختصاص دارد، یک سوم آخر رساله اختصاص دارد به قصه موسی و خضر. تعبیری که از ماجرا به ما ارائه میداد، من سعی میکنم اینو به زبان ساده نقل کنم و مستقیما عین متن رو حتی الامکان برای شما نخونم که زیاد باعث ملال و خستگی نشود. شهرستانی به ما میگوید که پیامبر، اینجا پیامبر موسی است دیگه، مرد طاعت است، مرد شریعت است، صاحب تنزیل است، ولی گمون خضر باشد مرد معرفت است. یعنی یه دوگانه بون برای ما درست کرده، از یه طرف طاعت داریم یعنی شریعت، از یه طرف معرفت داریم یعنی باطن، یعنی تعویل، تنزیل در برابر تعویل. طاعت نیازمند به جهت است، بخاطر شما میبینید که در نماز میگن شما باید رو به سوی
قبله کنیم. معرفت نیازمند به جهت نیست و اینا رو مدلل میکند دیگه، استشهاد میکند با آیات قرآن که در طاعت به شما میگوید که هر جا هستید روتون رو به سمت قبله کنید، آیه قرآن است. در معرفت به شما میگوید که عینما تولوا فثم وجه الله، به هر جا که رو کنید روی خدا همونجاست. شما در طاعت ناگزیر باید رو به قبله کنید، در معرفت اصلا رو به قبله کردن بی معناست. و این رو آقای دکتر سروش خیلی بهتر با اشاره به ابیاتی از مثنوی به شما خواهد گفت که در درون کعبه رسم قبله نیست. یعنی این سخنی بوده که مولوی هم آگاه بوده ازش، در متن قرآن هم فهمیده می شده، اعراب زمان پیغمبر هم این رو خوب درک می کردن. به تعبیر دقیق تر پیغمبر ناگزیر در دایره شریعت کار می کنه، در چارچوب زمان و مکان و بشریت عمل می کند. این فقط ولیست، فقط یک کسی مثل خضر است که میتواند، نه که ضرورتاً میکند، ورای زمان و مکان عمل کند. یعنی اگر ما یه بار دیگه چارچوب قصه موسی و خضر رو ببینیم، این است که موسی میره سراغ یه عبد صالح خدا، میگه من اومدم پیش تو از تو چیزی یاد بگیرم. خضر قرار معلم موسی بشه و در این تعلیم چیزایی به موسی بیاموزد که موسی نمیداند، و معنیش هم این نیست که موسی میتواند همین کاری که خضر انجام میداد رو انجام بده. اینجا خضر یه نمادیست، یه ممثولیست برای ولی، خضر شارعی نیست. خضر رو ما نمیتونیم جای پیغمبر بذاریم. یعنی اگر تصور کردیم که پیغمبر به الگوی خضر نگاه میکرده و میخواسته شبیه خضر رفتار کند و جان بگیرد، آشکارا از نص این قرآن و این تعبیری که این آیاتی که در سوره کهف آمده فاصله گرفتیم. در این روایت خضر پیغمبر نیست، کار پیامبری، اصلا خضر پیامبری نمی کند. خوب دقت کنید، آقای دکتر سروش میگوید که پیامبر جان میستاند به خاطر اینکه جان ستاندن کار پیامبری است، این پیامبری کردن است. خضر پیامبری نمیکنه، جان میستاند دقیقاً به این دلیل که پیامبر نیست جان میستاند، و اونم در فضای تمثیلی است و اونم در فضای تعویلی است. ببینید این دیالکتیکی که بین اینها میگذرد از چه جنس است. موسی بهش میگه این حکمایی که تو میکنی حکم مستقبله، من حکمی که میکنم حکم حاله. تو میگی این کودک فردا کافر میشه، من به شما میگم که هنوز که نشده که. شما میگی فردا این قاصب میاد قایق این مستمندان رو میگیره، من میگم که هنوز که قاصب نیومده، چرا میزنی قایق اینها رو سوراخ میکنی؟ اینجاست که خضر میگوید که تو مرد زمان و مکانی، تو پیامبری، تو نیاز به شاهد داری، تو نیاز به این مؤلفه داری برای که داوری کنی، من که مرد زمان نیستم که. تو یه سال باید بگردی تا یکی که مثل من باشه، که خضر باشه رو پیدا کنی، من به یک آن توی موسی رو میابم. این قصه که در باره خضر میگن که به یک لحظه از مشرق به مغرب میرسد، من فوق زمان و مکان عمل میکنم، تو ناگزیر در چارچوب زمان و مکان عمل میکنی. پس میبینیم که آشکارا خضر در این روایتی که شهرستانی به ما به دست ما میداد، به هیچ عنوان نه کار پیامبری میکنه، نه شأن خودش رو شأن پیامبری میداند. به یه وجهی، حالا اینو باید خیلی روشن‌تر گفت، شأن خضر بسیار بالاتر از شأن پیامبری، شأن ولایت است به اون معنا. اینجاست که موسی بهش اعتراض میکنه که حالا اینایی که گفتی پس تکلیف چی میشه؟ شما چگونه به مردم میتونید حکم کنید، بگید شما مکلف به انجامش این کارا هستین؟ اوامر و نواهی رو برای چه کاری میدهید وقتی که شما بدون سبب مال مردم رو تلف میکنی، خون ناحق میریزی، بی مزدی کار کسان میکنی؟ اصلا بکن و مکن کجا نشیند؟ خیلی نکته کلیدی است. بکن و مکن جایی می نشینه که شما خرد داشته باشید، که شما عقل داشته باشید، که شما اسباب و ابزار تفاوت قائل شدن بین خیر و شر و خوب و بد داشته باشید. بگید این کار من می کنم، این کار نمی تونم، این کار می شود انجام داد، اون کار نمی شود انجام داد. خضر از یه افقی صحبت می کنه که همه اینا یکیست. پاسخی که خضر به او میدهد، این نکته بسیار مهمی است که به گمان من در روایت دکتر سروش یک سر غائب است و در واقع این خلط اینجا صورت گرفته که میگه تو اشتباهت از اونجاست که تو یک حکم دانسته ای. خدای را تعالی در مجاری احکام دو حکم است، یکی حکم مفروغ، یکی مستعنف، یکی پرداخته، یکی میپردازد. به تعبیری یکی مال دایره شریعت است، یکی مال دایره قیامت. عدل این قیامت با عدل این شریعت فرق میکنه، قاضی شریعت با قاضی قیامت فرق میکنه. شما مکلفید به اینی که در دایره زمان و مکان عمل کنید. تو که پیامبر هستی حق جان ستاندن نداری الا با شهادت قاضی، الا با تکیه بر قانون. منی که خضرم این کارو میکنم به خاطر که در عالم من یه اتفاقی پیشاپیش افتاده، اینا مفروغ است، به تبع از اون فراغت حاصل شده، یه حکم ازلی و ابدی است که اتفاق افتاده.
به این روایتی که ما کردیم در نوع رابطه بین موسی و خضر ما نمیتوانیم پیغمبر رو بگذاریم جای خضر، ولی انقدر به گمان من میتوان گفت که در روایتی که آقای دکتر سروش از دین و قدرت ارائه میدن گویی در قصه موسی و خضر آقای دکتر سروش نشسته جای موسی و پیامبر اسلام محمد نشسته جای خضر. شما میبینید وقتی که ایشون شعر میگوید در ستایش پیامبر اسلام و به اون میگوید ما هم از فرعون کوبان توییم، یعنی فهمی که دکتر سروش دارد گویا همزاد پنداری با موسی است و جایگاه پیامبر موازی با جایگاه خضر گرفتن، که به شرحی که من عرض کردم در روایت بسیاری چنین تعبیری از جایگاه موسی و خضر نشده است. به بخش سوم سخنم برمیگردم که درباره خردمداری ولایت و در واقع خردگریزی یا خردستیزی اقتدار است که ما با دو الگوی کاملا متفاوت مواجه هستیم. من کمابیش اطمینان دارم که آقای دکتر سروش به ولایت پیامبر هم توجه دارند، اما در خلال بحث ایشون درباره اون ادعای اصلی که اسلام دین قدرت است، کمابیش بحث از ولایت به طور کامل مسکوت گذاشته شده است. من اینجا چنان که عرض کردم میخوام اشاره کنم به این قصیده مشهور ناصرخسرو که قصیده اعترافیه اوست که از زمان تولدش و زمان دیگرگونی روحی خودش رو توضیح میدهد. در خلال این بحثایی که ناصرخسرو با اطرافیانشون میکند میگه من با این علما، با این فقهای زمان خودم موقعی که وارد بحث میشدم به اینا میگفتم چرا باید به این احکام عمل کرد؟ میگفت چون و چرا خواستم آیت محکم در عجز بپیچیدند این کور شد آن کر. ما جرم چه کردیم نزادیم بدان وقت، محروم چرا این ز پیغمبر و مستر. یکی از سوالهایی که ذهن بسیار کسانه از جمله ذهن ناصرخسرو رو مشغول میکردد این است که خب منی که 4 قرن بعد پیغمبر دارم زندگی میکنم جرمم چی بوده که دسترسی به پیغمبر ندارم؟ منم میخواستم با مثل پیغمبر زیر اون درخت برم و پیغمبر بیعت کنم، چرا من نتونم به پیغمبر دستی داشته باشم؟ ما گناه کردیم، این هرمان ما به چه خاطره؟ و بعد دنبال مسئله میره و بعد از اینها میپرسد که شما میگید که این دین، این شریعت به شمشیر مقرر شده. گفتم که موضوع شریعت نه به عقل است، زیرا که به شمشیر شد اسلام مقرر. و همینجا ناصرخسرو اینا پاسخ میده، میگه اگه واقعا اسلام به شمشیر مقرر شد و به عقل نیست، پس چرا این اطفال و مجانین تا زمانی که عقل نباشه نماز برشون واجب نیست؟ و بلافاصله پاسخ این حال میده، میگه شما یه دم مقلدید، تقلید نپذرفتم و حجت ننهفتم زیرا که نشد حق به تقلید مشهر. من روز همی بینم و گویی که شب استین، بر حجت خواهم تو بیاهنجی خنجر. خوب دقت کنید که اگر بنا باشد بپذیریم که محمد میگوید شما حرف منو قبول کنید، اگه حرف منو قبول نکنید با همین شمشیر گردنتون رو میزنم، این سخن ناصرخسرو همچنان به همون اندازه‌ای که برای فقیه هم عصر خودش صادق است، برای اون محمد هم صادق است. یعنی شما میتونید جلوی محمد بیستی میگم به چه حساب این حرف رو به من میزنی و حجت خواهم تو بیان چی خنجر. و اینجاست که ناصرخسرو میگوید دارو نخورم هرگز بی حجت و برهان. آنچه که در نقل قولی که آقای دکتر سروش استاد بزرگوار ما از ناصرخسرو کردن غائب مانده و مفقود است این است که ناصرخسرو یک استادی دارد، المعید فی الدین شیرازی، که در واقع اوست که این حرف ها رو یاد ناصرخسرو داده. اگر به بافتار سخن المعید نگاه کنیم، المعید مجموعه سخنرانی دارد که به گمانم 4 جلد از این سخنرانی ها امروز چاپ انتقادی شده تحت عنوان المجالس المعیدیه. در مجلس اول این مجالس ادعای اصلی و کلیدی المعید این است که شریعت ناگزیر باید عقلانی باشه. تمام این احکام اگه قرار باشه بگید به شمشیر مقرر شده، اصلا باید این شریعت پیغمبر رو کوبید به دیوار دست ازش کشید. به چه معنا؟ به این معنایی که میگوید. من حالا متن عربی رو برای شما نمیخونم اینجا برای اینکه وقت ما گرفته نشه، ولی خلاصه میکنم این استدلال رو از سخن المعید رو. المعید فی الدین شیرازی به ما میگوید که این اوضاع شرعی برهان عقلی باید داشته باشد در نزد رسول. شما میتونید برید سراغ پیامبر، به پیامبر بگید که ما چرا به ما گفتی که 5 بار نماز بخونیم، چرا 6 بار نماز نخونیم؟ میگه شما گفتی که 5 نماز بخونیم، چرا 6 بار نخونیم؟ میگه اگه این پیغمبر برگشت به شما گفت من نمیدونم،
و گفتش که لا ادری لکفاه و تعنن، شما اصلا مستوجب این است که شما این آدم رو تعن کنید. ایعتی به شعی لا ید علت و فیها ازا سوئل انها، این آدم یه چیزی به شما آورده که خودش اصلا دلیلش رو نمیدونه. ازش سوال میکنی چرا گفتی پنج بار بخونیم؟ یا نمیدونم، به من گفتم بکن. به شمشیر به من گفتن خدا و من گفتم اینجوری شما دنبالش برید. میگه شما حق دارید پشت کنید بین پیامبر، و اگر این پیغمبر برهان عقلی داره ولی این برهان عقلی رو به شما نمیگوید، باز هم گرفتار یه مشکل میشیم، به خاطری که ما از زندگی پیامبر میدونیم که معاذ منتفن الرسول، به خاطر اینکه این پیامبر آخر عمرش اومد مردم رو جمع کرد گفتش که جلوی همه اینها گفت که اللهم اشهدنی بلغت، و خدایا شاهد باش که من هر چی به من دادی رو به اینا تحویل دادم، هیچ چیزی رو وا نگذاشتم، فرو نگذاشتم، اگر از من استدلال خواستن استدلال بهشون دادم، اگر دلیل خواستن دلیل به اینها دادم. فهم یک کسی مثل المعید این است که شما با شریعت ناگزیر باید این گونه برخورد کنید. حالا مبنای استدلال المعید این حدیث قدسی است که مسئول از پیغمبر است که میگویند که خداوند گفته است که او گفته است که خداوند اولین چیزی که آفرید عقل بود، و به عقل گفت رو به من کن، رو به او کرد، به عقل گفت ثم قال له ادبر فادبر، و پشت کرد و گفتش و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا اجل من که بک اصیب و بک اعاقب، و اینجا نتیجه گیری میکنه که اگر این شرایع موضوع بر عقل نبودن، پایشون عقل نبود و برهان عقلی براشون نبود، اصلا ثواب و عقاب بی معنا میشد، به خاطر اینکه اینجا صراحتا به شما میگه که به خاطر این عقل است که من ثواب میکنم، به خاطر این عقل است که من عقوبت میکنم. شما وعده و وعید که نمیتونی به کسی بدی وقتی کسی توانایی تشخیص یه کاری نداشته باشه. شما در قانون عادی هم اگه کسی مست باشه، یه کسی مجنون باشه، نمیتونید بهش بگید که شما جرم مرتکب شدید، حالا باید مجازات بشید. جرم زمانی جای معنا پیدا میکنه که شما توانایی تشخیص داشته باشید. به این معنا شریعت ورزی و دین ورزی پایه استوارش عقلانیت است. این همون سخن است که ناصر خسرو به شما میگوید که اگر به شما گفتن که اسلام به شمشیر مقرر شده و زیر بار این حرفا باید برید چون ما زور داریم، حرف مفت به شما گفتن، به خاطر اینکه این اسلام به همین دلالت هایی که خود اینها میگویند بر پایه شریعت است. خب یه بار دیگه من اینو مرور کنم ببینم که از این استدلالی که موسی در برابر خضر کرده که کمابیش همین سخنی است که ما از زبان ناصر خسرو میشنویم، زبانی سخنی است که از زبان المعیت میشنویم و بسیار کسان دیگه، شما عین این سخنان رو حتی در مثنوی مولوی خواهید یافت که موسی در برابر خضر استدلال میکنه که این ثواب و عقاب بدون اختیار بی معناست، و کاملا در اون فضایی که موسی درش حرف میزنه سخن موسی درسته. خضر در روایتی که میکند به موسی نمیگوید که اون جایی که تو هستی از آن جایگاهی که تو به عنوان پیامبر حرف میزنی سخن نادرسته، میگه سخن تو در اون جایی که هستی کاملا درسته، برای دنیای من نادرسته، برای جهان من نادرسته، این جهان من، این جهان مثالی، این جهان تعویلی در این جهان مادی شما که مقید به زمان و مکان است مداخله نمی کند. اصل سخن من این است که در این روایتی که آقای دکتر سروش میدهد این دو تا جهان با هم یکی گرفته شدن، اینا با هم خلق شدن، جای مساخز رو شما جا به جا کردید. شریعت با اختیار معنا پیدا میکنه، نه با تقلب، نه با اقتدار. اقتدار کار اهل شرع نیست، کار شارع نیست، به خاطر که این اقتدار به خودی خود شریعت رو منتفی میکنه، و اختیار هم بدون خرد میسر نیست، در نتیجه شریعت عقلانیست. در این دین ورزی عقلانیت نقش کلیدی دارد. حالا اینی که من دوست دارم بگم که شریعت همینی که داره میگه بهش تسلیم شو، حالا بقیه ایده هستن از بین روشنفکران دینی یا غیر دینی که میگن دین تعبد است، همچنین همینجوری که از باید بپذیریدش و به این نکته توجه ندارن که وقتی شما توانایی انتخاب چیزی نداشتی، ابزار عقلانی برای سنجیدنی نداشتی، اصلا سوابقا معنی نداره. بخش چهارم من که شاید باید در ابتدا میومد ولی به گمانم این آخر مهمتر از این رو بیارم، این است که در کنار کاریزما، در کنار ولایت ما کاریزما رو داریم، که چنان که میدونید در روایتی که وبر از ایدئال تایپ های ولایت و رهبری ارائه میکرد، ما ولایت یا رهبری سنتی داریم، ولایت کاریزماتیک داریم و ولایت حقوقی عقلانی بروکراتیک داریم. وقتی کسی اتوریته یا ولایت کاریزماتیک دارد، یعنی که مردم به اتکای شخصیت حیرت انگیز، توانایی شگفت‌آوری که صاحب اتوریته دارد به حرفش گوش میدن، یعنی کسی هست حرف میزنه، سخنرانی برای شما میکنه، شما هاج و واج مبهوت او میشید، مفتون و مسحور سخنوری او هستید،
و حرفش گوش میدید، دیگه ازش دلیل طلب نمی کنید، دیگه نمیگه چرا باید این کار انجام بدید. و میدانیم که پیغمبر اسلام کسی بود که چنین شخصیتی داشت، یعنی فارغ از اینی که کسی از رو طلب دلیل میکرده یا طلب دلیل نمیکرده است، به سخن او گوش میدادن. نمونه های فراوانی هم داره، گاندی اینجوری بود، لنین اینجوری بود، آقای خمینی اینجوری بود، آقای شجریان اینجوری بود، ماندلا، هیتلر و حتی ترامپ هم این کاریزما رو دارن. که شما میبینید که کاریزما یه طیف بسیار وسیع و گسترده ای داره. کاریزما فی نفسه به خودی خود نه خوبه نه بده، به این معناست که کاریزما ضرورتاً با ولایت خردمدار یا ولایت معقول هم اینان نیست. و این کاریزما به محض اینکه از مسیر و جاده خردمندی دور بیفته و از اخلاق منسلخ بشه میشه اقتدارگرایی. و ما در سیره همین پیغمبر داریم که به شما میگوید که بوستو ان اوتم مکارم الاخلاق، پیغمبر اصلا آمده برای تمام کردن و کامل کردن مکارم اخلاق. مثالی که من خواهم آورد از یه نمونه کاریزمای خردمدار در روزگار ما، آقای صدر است، آقای موسی صدر است. مایل بودم این سخنان ایشون رو برای به زبان عربی برای شما نقل کنم با صدای خود ایشون، ولی وقت ما رو به اتمام است و من ترجمه فارسی اون سخنرانی که ایشون در کلیسایی در بیروت در به مناسبت عید ایستر انجام داده بود برای شما اینجا بخش هایش رو برجسته کردم که خیلی کمک میکند به اینه که نشون بدهد یه فهم متفاوتی از اسلام. یعنی اینجا برای یک کسی مثل آقای موسی صدر اسلام دین قدرت نیست، اسلام دین خدمت به انسان است. و اینجاست که میگوید که تو ما را فرا خوانده‌ای که در کنار یکدیگر در خدمت به خلق گام برداریم و بر وحدت کلمه بر سعادت آفریدگانت اتفاق کنیم. ما برای انسان گرد آمده ایم که ادیان از برای اوست. اجتماعنا لعجل الانسان الذي خلق لعجل الادیان، یعنی این ادیان رو برای آدمی آفریدن، آدمی در خدمت دین نیست. و کل ماجرای دین رو حواله میدهد به اینه که دین رو برای خدمت آفریدید نه برای قدرت و حکومت کردن. خب این فهم یه صاحب ولایت دینی است. عرض بنده این است که آدم های مثل موسی صدر فهمی که از اسلام داشتن، اینا آیا به تاریخ اسلام بی اعتنا بودند که فکر میکردن که یه عده‌ای به اسم دین و با سلاح دین به مردم رنج وارد میکردن، برای مردم مهنت درست میکردن؟ ادعای آقای صدر این است که اگر شما آمدی گفتی دین یعنی قدرت، اگر شما گفتی که اسلام یعنی اقتدارگرایی کمان که خیلی ها کردن، ما هدف رو فراموش میکنیم، از خدمت انسان فاصله میگیریم. و نتیجه گیری هم میکنه که اینجوری میشه که خدا ما رو وامی نهد، از ما دور میشه، گروه گروه میشیم، بین ما اختلاف تفرقه میفته، به خدمت منافع خاص در میاد. برای این است که میگوید که دین یعنی خدمت به انسان مستضعف، تباه شده، از هم گسیخته. برای این است که باید گرد هم بیاییم. ما اگه اینو برگردونیم به الگوی ولایت محمد، الگوی کسی رو داریم که آمده یه دیر نجات بده. ما اینو نمیتونیم فرو بکاهیم به یه روایت اقتدارگرایانه از اینی که یه دیم کشته شدن، با یه دی در افتاد، خون ریزی کرد و مثالهای متعددی که در این سخنرانی نقل شده است. خب من برای اینکه وارد واقعا بحث نشم و از موضوع دور نشیم، چون مثالی که من از آقا موسی صدر آوردم واقعا پیوند مستقیمی با بحث ما نداشت، برای به عنوان ختم سخن من اینو آوردم. اجازه بدید من یه خلاصه و جمع‌بندی ارائه بدم از سخنانی که خدمت شما تا حال ارائه کردم. آنچه که من میخواستم بگویم این بود که در درجه اول اتوریته و ولایت با اقتدار و اقتدارگرایی به اون شرحی که آوردم تفاوت داره. یعنی هر جا شما برای پیش بردن فرمان نیازمند توسل به زور شدید و نیازمند به توسل به تحکم شدید، دیگه پای اتوریته در میان نیست، ولایتی در میان نیست. و جایی که کارها بدون توسل به زور پیش میره، اقتدارگرایی بی‌معناست. یعنی اگه پیغمبر سخنش رو میشنوند و نیازی به توسل به زور نداره، خب چه دلیلی باید داره که شما دست به شمشیر ببری؟ اینجا دیگه اقتدارگرایی هم از موضوعیت میفته. اما خود این اتوریته میتواند، بالقوه میتواند تبدیل به اقتدارگرایی شه، به ویژه اگر با کاریزمای آمیخته بشه که روزمره میتونه بشه، کاریزمای آمیخته بشه که ما نمونه‌هاش رو در روزگار معاصر دیدیم که چگونه میتونه تبدیل بشه. درباره نسبت شریعت و عرفان، چنان که من عرض کردم، قصه موسی و خضر قصه تمثیلی است.
جای تمثیل با جهان واقع ما نمیتونیم عوض کنیم. خضر رو اگر ما الگوی اقتدارگرایی قلمداد کردیم، کاری نکردیم جز این که تمثیل رو از بستر عرفان جدا و منسلخ کردیم و به عرصه شریعت تحمیلش کردیم، و این منافات صریح دارد با نص قرآن و اون آیاتی که در سوره کهف آمده است. درباره شریعت و عقلانیت، چنان که به توضیحی که عرض کردم، به این استدلالی که عرض کردم، شریعت بدون اختیار بی معناست. ثواب و عقاب فقط وقتی معنا دارد که شما توان انتخاب عقلانی داشته باشید. در نتیجه شریعتی که به شمشیر مقرر شده باشد اصلا شریعت نمیتواند باشد. و سخن بنده اینجا تمام است. در خدمت شما هستم. اگر دوستان پرسشی داشته باشند خدمت شما خواهم. خیلی ممنون آقای دکتر محمدپور، استفاده کردیم از سخنان شما. اگر اجازه فرمایید ما به سراغ بخش پرسش و پاسخ برویم، و پیش از اون من مجدداً چند جمله رو به مخاطبین عزیزمون اعلام میکنم. به نام خدا. با سلام خدمت همه مخاطبین برنامه، در خدمت شما هستیم با بخش پرسش و پاسخ جلسه ولایت و اقتدار، پیچیدگی الگوهای رهبری، با حضور جناب آقای دکتر محمدپور. دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشان را در بخش چت این اپلیکیشن و یا در بخش Q&A کتباً ارسال کنن تا در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنیم، و یا اگر میخواهند خودشان سوالاتشان را بپرسن نامشان را بنویسن تا به آنها نوبت دهیم. همچنین مجدداً یادآوری میکنم که این جلسه به طور همزمان در فیسبوک آقای دکتر محمدپور هم در حال پخش میباشد. خب جناب آقای دکتر محمدپور، سوال اول خدمت شما میخونم. پرسیدم که آقای دکتر محمدپور، شما با نظر مرحوم دکتر حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت ایشان آشنا هستید. نظر ایشان درباره اقتدار و ولایت چیست؟ خیلی ممنونم سوال پرسید. بله آشنا هستم، من تا الان حضور ذهن ندارم که عین تعابیر ایشون درباره حکومت، درباره اقتدار یا ولایت بین معنا چیست، چون تا جایی که من خاطرم هست به این معنا ایشون کلمه ولایت رو به کار نمیبرد. چارچوب بحث ایشون درباره در واقع درباره الگوی کشورداری و زمامداری است و ایجاد یک نوع حاکمیت سیاسی بر مبنای مالکیت مشاع است که کما بیش با موضوع صحبت ما متفاوت است. یعنی اصلا من گمان نمی کنم اینجا همپوشانی بین آنچه که آقای دکتر سروش ارائه می کند و آنچه که آقای مرحوم دکتر حائری یزدی اشاره کردن به وجود بیاد، الا اینی که کما اینکه می دانید کتاب حکمت و حکومت یک نقد فلسفی از ایده ولایت فقیه است و ایشون کما بیش در سراسر این رساله و بخصوص در بخش‌های آخر این رساله استدلال می کند که ولایت فقیه به روایتی که آیت الله خمینی آورده است مغالطه است و در واقع مغالطه لفظی است و اون ولایت رو جایگزین کرده است. یعنی اگر بخوام ساده سازی کنم این رو، اون اتفاقی که در ماجرای ولایت فقیه میافتد به روایت آقای دکتر حائری این است که شما اون ولایت انبیا رو میاد جایگزین میکنید با ولایت فقها، مثل جایگزین کردن ولایت با اقتدار است و اینجا یه مغالطه ای رخ داده و اینها رو یکی گرفتید. آنچه که الان من میتونم اضافه کنم فعلا همین است و پیش الان حضور ذهن ندارم که اینا کتابا نزد من نیست که بتونم ارجاع بدم به اینها، ولی در این حد به گمان من همپوشانی وجود داره اینجا سر این موضوع. خیلی ممنون آقای دکتر. سوال بعدی، پرسیدن در قرآن خضر بنده صالح خدا معرفی شده. آیا پیامبر خاتم خدا کمتر از بنده صالح اوست تا بتواند واجد معرفت او باشد و تصرفات او را داشته باشد؟ بله بله، بسیار سوال خوبی است. ببینید، اینی که در قرآن میگوید خضر بنده صالح هست، ما نمیتونیم تکیه کنیم به یعنی این سوال اینی که میگویم که خضر اگر بنده صالح است به پیغمبر بنده صالح نیست، نه، مقصود از اونجا بنده صالح صالح بودن عبد نیست. شما اگر آیات قبل رو بخونید، آیات قبلی که در گفتگوی بین موسی و خضر آمده است رو مشاهده کنید، میبینید که در اون آیات موسی سراغ خضر میرود، موسی پیامبر. یعنی اینجا ما نمیتونیم بگیم موسی که رفت اونجا عبد صالح نیست، چون البته لفظی که به کار رفته درباره موسی لفظ صالح نیست. صحبت این است که پیغمبر چه اختیاراتی دارد. اختیار داره که خارج از دایره شریعت عمل کنه؟ نه، به خاطر اینکه شما در آیات قرآن میبینید که پیغمبر به شما میگه که در قیامت، مقصودش قیامت فقط قیامت مادی نیست دیگه، که لا ادری ما یفعل بی و ما بکن، من نمیدونم با من و با شما چه خواهند کرد.
پیغمبر قرآن به اون میگه که انما انت منذرون ولی کل قوم هاد، تو فقط انذارگری، تو فقط وعد و وعید میدی، اونم برای آخرت. مردم خودشون هادی دارن. این شیعیان اینو تعبیر کردن به امام. آنچه که در داستان موسی و خضر و در واقع از بافتار این برمیاد این نیست که پیغمبر عبد صالح نیست، این است که پیغمبر این کارهایی که خضر میتواند انجام بدهد نمیتواند انجام بدهد، اصلا اختیار این رو نداره که این کار انجام بده. پیغمبر پیغمبر برای پرساندن پیامی، برای ابلاغ یه رسالتی، نه برای اینکه هر کاری دلش خواست بکنه. و بارها ما در قرآن میبینیم که به همین پیامبر نهیب زده میشه که یه سری کاری رو نمیتونه بکنه، پاشو نمیتونه کج بساره. پیغمبر میگه که اگه تو اندک میلی به سمت ظالمان پیدا کردی تو در آتش رو میسوزوندیم. یعنی با اینجوری نیست که پیغمبرم بهش یه چک سفیدی داده باشن که هر دلش خواست رفتار کرده باشه. و این حتی چون نکته جالب اینجاست که موقعی که بین خضر و موسی گفتگو صورت میگیرد، چهرستانی میگوید که خضر میگوید که من نایب قاضی قیامتم، که حتی خضر هم قاضی قیامت نیست، حتی خضر هم از جانب یکی از دیگه داره این کارو میکنه. خلاصه آنچه که من میخوام به شما بگم اینه که نه، این تعبیر تعبیر درستی نیست که بگوییم که چون درباره خضر تعبیر عبد صالح رو به کار بردن و چون خضر میتونسته جان مردم رو به حساب کتاب بگیره، پیغمبرم عبد صالح است و پیغمبرم میتونه به حساب کتاب جان مردم رو بگیره. ما از اینا نمیتونیم چون این نتیجه رو بگیریم. یعنی عبد صالح بودن به هیچ کس مجوز قتل نفس رو نمیده. شما باید قتل به غیر حق نمیتونید انجام بدید. تمام حرف خضر این است که من اگه قتل انجام دادم، قتل به حق انجام دادم. موسی میگه که من حقی درش نمیبینم چون هنوز اتفاق نیفتاده. خضر میگه در عالم من اتفاق افتاده. یعنی دقت بفرمایید که اینجا قتل غیر حق همچنان رخ نمیده. یعنی کاری که خضر انجام میده جنایت نیست، کاری که خضر انجام میده از دید او کار کاملا درستیه و برای شما توضیح میده. البته این آخر این رساله یه اتفاق جالبی که میفته، این روایت تعویلی که خود شهرستانی از این سه تا حادثه ارائه میدهد به ما نشون میده که چگونه این فهم تعویلی پایگاه داره در نزد آدمایی مثل شهرستانی. خضر به شما میگوید که این تعبیر آورده دیگه دقیقا صفحات آخر رساله است و کاملا آشکار است که تعبیر شیعی است از این گفتگوی بین موسی و خضر. میگوید که این دیواری که داشت سقوط میکرد از بین میرفت متعلق بود به دو تا بچه یتیم. خب همه این رو میدونن. میگه این دیوار دیوار تعبیره و این دیوار داشت سقوط میکرد، دیوار شریعته. اون گنجی که در زیر این دیوار بود اون گنج تعویل است. این دوتا طفل یتیم حسن و حسین بودن و آخر رساله شهرستانی میاره دیگه، میگه هما امامان قاما او قعدا، این دوتا این حسن و حسین امامن، چه قیام کنن چه قعود کنن، چه حکومت چه انقلاب سیاسی بکنن چه نکنن. و میگه این شریعت، این دیواره شریعت محمده. آنچه که زیر این دیواره این تعویل شریعت محمد است. اگر قرار بود این دیوار فرو بریزد چیزی از این تعویل باقی نمون. اگه پوسته این دین، اگه این شریعت رو ما ویران کنیم دیگه این تعویل و این حقیقت یا این قیامت نفته در زیر این از بین میرفت. و این گنج متعلق به این دوتا یتیم بود. یعنی شما میبینید اون داستان رو به طور کامل تعویل کرده. به شما نمیگه کار رو بیخود، میگه کار معقول کرده. و بعدم درباره اون طفل هم صحبت میکنه، میگه مگه شما موقعی که عضوی از بدنتون عفونی بشه و کل بدن رو به خطر بیاندازد مگه قطعش نمیکنه؟ ما هم کار کردیم. منطقه اونجا موسی به شما اعتراض میکنه که کی اون نیست که این تمثیلی که داری ارائه میدی، ولی میگه بله در عالم واقع شما حق نداری این کار رو بکنی. برای تو زمانی میتونی بری این طفل رو بکشی که ببینی با این طفل سن بلوغ رسیده باشه، در عالم بلوغ با اختیار خودش مرتکب جنایتی شده باشه، بعد شما میتونی بری قصاصش کنی یا هر مجازاتی که به زمانه شما سازگار است. این از خلاصه نکته‌ای که من خواستم عرض کنم. خیلی ممنون جناب دکتر محمد رو. سوال دیگری در همین رابطه پرسیدند که در رابطه با داستان خضر و موسی پیش‌فرض شما بر این نکته بود که خضر پیامبر نیست، در حالی که در منابعی همچون قصص الانبیا بارها از خضر به عنوان یکی از بندگان صالحی که از 124 هزار پیامبر بودند ذکر شده است. کدام منبع غیر از قرآن خضر را غیر پیامبر می‌داند؟ آیا این داستان یک مثل است یا یک نقل تاریخی و صحیح؟ ببینید ما با این تعبیری که در قرآن داریم، در قرآن هیچ تصریحی به پیامبر بودن خضر پیامبر به معنای شارع نشد.
تمام اون 124,000 پیغمبری که عنوان کردن هیچ چیزی کمابیش جز آدمای صاحب ولایت نیست، چون کسانی که بالاخره یه فضیلتی دارن. در قاموس مسلمانی اهل شریعت پیامبران واضح یا پیامبران اولوالعزم همین 6 تا و بقیه پیامبر حساب نمیشن. و در تمام روایت هایی که حالا یا فیلسوفان آوردن یا مفسرین آوردن یا صوفیان آوردن، این خضر کسی نیست جز ولی خدا و مال عالم مادی هم نیست. یعنی شما حتی صورت داستان خضر هم نگاه کنید، اون چیزی هم که در قصص انبیا نقل شده، صورت داستان ناگزیر تعبیر است. کسی رفته یه جایی در یه ظلماتی از یه چشمه آب خورده، بعد نمیمیره، 1000 سال، 2000 سال، 10000 ساله که زنده. خب عقل جور در نمیاد دیگه. پیداست که این جایگاه خضر رو هم باید تعویل باطنی کنیم، وگرنه یعنی باید خود شخصیت خضر هم تمثیلی ببینیم، وگرنه گرفتار تعارضات عقلی میشه. حالا صوفیان ممکنه شما بگن نه آدم آب میخوره زنده میمونه و این حرفایی که ازش برمیاد، ولی بله آنچه که شما میگوید در قصص انبیا این صحبت ها آمده، ولی خب قصه است دیگه. ما در متن قرآن اینو نداریم، این چیزایی است که بعدها درباره اینها آورده. حتی ما در متن قرآن کلمه خضر هم به کار نرفته، یعنی به پیغمبر میگه یه عبد صالح، یه بنده صالح، اسم هم از خضر برده نشده. اینی که بعدها در روایت های شفاهی به این کسی که موسی به اون مراجعه کرده است میگن خضر، یعنی در قرآن هم تصریح نیست خلاصه. خیلی ممنون آقای دکتر. من میخوام دعوت کنم از آقای سید کوهزاد اسماعیلی، میخواستن سوالشون رو خودشون مطرح کنن. الان من به شما این امکانو میدم که سوالتون رو بپرسید. آقای اسماعیلی شما میتونید سوالتون رو بپرسید. الان صدای من میاد؟ بله. ممنونم از توضیحاتتون، خیلی ممنونم. من واقعیتش چند تا حالا نکته سوال یا انقلتی داشتم، حالا هر کدوم وقت شد جواب بدین، یعنی لطف میکنین اگه جواب بدین. یکی که همطور که گفتین در مورد این ابهامی که در مورد مفاهیمی که استفاده شده، مثلا همین مفهوم ولایت، من تصورم، حالا نمیدونم خودتون بیشتر میتونین توضیح بدین، تصورم بر این اینه که بازم منظور شما در واقع این یک ساعتی که گذشت، بازم اون بخش ولایت تشریعی است، اگر دقیق تر بگم، یعنی همون ریاست در واقع عالیه دینی یا دنیوی مؤمنان. میخوام بگم خب یک ولایت دیگه هم ما داریم، لااقل ما در اندیشه شیعی یه ولایت معنوی یا ولایت تکوینی هم داریم. اگر ما تصورمون باشه که همچین ولایتی هم متصوره در مورد پیامبر و امامان، که قطعا یعنی به هر صورت این رو براشون قائل هستن، در چنین وضعیتی آیا این در واقع میتونم بگم یک نوع تقلیله؟ یعنی شما وقتی بگی که این ولایت از نوع تکوینیه، دیگه حالا اقنای مؤمنان دیگه محلی از اعراب نداره، حالا یا قانع بشن یا قانع نشن، یعنی اون دیگه اصلا یه در یک سبت و سطوح دیگه ایره. یکی این مسئله رو میخواست در واقع سوالم بود. یه سوال دیگه هم در مورد تفکیک بین اسلام و ایمان، اینم در واقع به هر صورت باز در اندیشه شیعی ما این تفکیک میان مؤمن و مسلم رو داریم، یعنی همونطور که گفتید همین ظاهر و باطن هست، یعنی مسلم اون کسی که به هر صورت به ظاهر دین پایبند، مؤمن اون کسی هست که به باطن دین آگاهه، حالا بازم مؤمنان وجود داره. فکر نمی‌کنید در این تفکیک به هر صورت ریشه در سنت ما داره، ریشه در واقع تفاسیر شیعی حالا قرون اولیه هم داره، حتی حدیثی از امام صادق کاملا این رو میگه، حالا من حدیث دقیقا یادم نیست. یکی هم این نکته، یکی هم در مورد همین داستان خضر و موسی. ببین به هر حال همونطور که گفتین در مورد حداقل پیامبران اولوالعزم، اندیشه مسلط اسلامی اینه که این پیامبران صاحب ولایت تکوینی هم بودن، یعنی هم شریعت داشتن هم صاحب ولایت معنوی هم بودن. من با اون بخشی که اینا تمثیلیه کاره موافقم، که تمثیلیه، نمیشه اینا رو در عالم واقع در نظر گرفت. اما اگر فرض بکنیم که این ولایت، یعنی سطحی از ولایت
برای در واقع حالا در مورد در اینجا در خضر وجود داره، یعنی یه خضر ولی خداست، فقط پیامبر نیست، و ما پیامبر اسلام و حضرت محمد را هم به نوعی اگرچه پیامبر میدونیم ولی ولی هم میدونیم، یعنی پیامبر اسلام و پیامبران اولوالعزم در واقع دو سطح دارن، که سطح ظاهری دارن که همین در واقع بشارت دادن و شریعت و در واقع مسائل این چنینیه، یک سطحی هم در واقع سطح باطن دینه، یعنی امام هم هستن، ولایت هم دارن. آیا با این با اگر این رو در نظر بگیریم، تفسیر دکتر سروش اینجا چندان هم خالی از، یعنی میشه قابل قبول یه جورایی، پیامبر اسلام ولی خداست، ولایت معنوی داره و در واقع میتونه در اینجا در واقع اون سطح اون لازمان و لامکانی رو در نظر بگیره. حالا من بازم داشتم ولی این کافیه دیگه، بس، خب خیلی مرسی. ممنون. من خیلی ممنون. سعی میکنم به ترتیب این سه سوالی که شما گفتید رو جواب بدم. اولا درباره ولایت تکوینی یا ولایت معنوی که فرمودید که تکلیف نمیدونم اقناع چی میشه، ببینید اقناع رو شما نمیتونید نادیده بگیرید، به خاطر این به همون استدلال هایی که موسی در برابر خضر می آورد، به همون استدلال هایی که ناصر خسرو میاره، شما ممکنه سوال نپرسی. خب وقتی سوال نپرسی خب کسی به جوابم نمیده، ولی در تمام اون حتی در اون ولایت معنوی شما میتونید برید سوال بپرسید، بگید چرا، مگر اینکه با شما شرط کرده باشه که ببین من اینا رو بعداً به شما میگم. یعنی دقت کنید توی اون رابطه بین موسی و خضر، دوباره تکرار میکنم که اتفاقی که بین موسی و خضر میفته تمثیله، در عالم واقع رخ نمیده. قاعده این است که شما میتونید سوال کنید حتی در رابطه ولایی. حتی دقت بفرمایید یکی از آیاتی که آقای دکتر سروش نقل کرد اونجا خیلی مهم بود، منتها یه سوی قصه فقط نقل شده، که میگوید که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینا هرگز ایمان نمی آورند مگر اینکه تو را حکم قرار دهند در اختلافی که دارن، و بعد اگر حکمی کردی تسلیم بشن. خب آنچه که در این روایت دکتر سروش برش تاکید شده تسلیم ماجراست. اون چیز دیگه که نادیده گرفته میشه اینه که شما میرید حکم قرار میدید، یعنی شما تصمیم میگیرید ارجاع بدید به اتوریته او، یعنی که اون آدم حساب کردید دیگه، یعنی که شما با حساب کتاب خودتون فهمیدید لابد یک کسی هست که این کار از ما اعلمتره، از ما داناتره و این کار میکنه، و البته او برای شما استدلال میاره، میگه به این دلایل من فکر میکنم بهتر این کار رو انجام بدید. حالا شما ممکنه سوال ازش بپرسید، ممکنه نپرسید، ممکنه تسلیم بشید بدون، ممکنه بگید نه. ببینید جای دیگه شما اینو میبینید در دارة المعارف قرآن یه مدخلی هست ذیل کلمه جدل با عنوان disputation، این اومده اونجا dispute و disputation. اونجا یه شواهدی که آورده میشود برای جدل این است که جدل عمدتاً در قرآن به معنای منفی به کار الا در مورد یه نفر، در مورد ابراهیم. میگن ابراهیم میشست با خدا جدل میکرد، میگفت اصلا چرا تو تصمیم گرفتی این قوم لوط رو برید نمیدونم مجازات کنی، ما دو نفر رفتن این کاری کردن، چرا میخوای بری پدرشون رو در بیاری؟ این ابراهیمی که این پدر ایمان ها، ببین این ابراهیم یه آدم معمولی نیست، من شما نیست، یه آدمی نیست که بگه حالا مثلا یه خطایی هم کرد. این ابراهیم کسیه که ذیل شخصیت ابراهیم تمام این ادیان ابراهیمی دست کم در روایت قرآن معنا پیدا میکنه. میگه آقا من قیامت رو باور ندارم، چجوری میخوای حشر اجساد کنی؟ این حشر چجوری اتفاق میفته؟ میگه من ایمان ندارم. میگه نه من میخوام مطمئن بشم. خب اینجا یعنی شما میگید که این ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و نمیدونم این تسلیم ابراهیم در برابر خدا رفت هوا، حتی سر اون ماجرای قربانی کردن اسماعیل شما میبینید که ابراهیم به این راحتی تن نمیده، آشوبی در درون ابراهیم برپاست. عرض بنده اینه که اصلا ما همچین معنای همچین خبری نیست که بگیم آقا در ولایت تکوینی دیگه اقنا بیمار، نه آقا در ولایت تکوینی هم اقنا وجود داره. ما بذارید برگردم به روایت خود دکتر سروش، خود دکتر سروش به ما یاد داده این رو. شما اگه برگردید به سخنرانی پیشین ایشون به ما میگه که اینی که در قرآن به شما میگه که لعلا یکون علی الناس حجتا بعد الرسول، یعنی خدا خودشو در مقام پاسخگویی قرار داده، خدا یه جایی وایساده میگه شما بیا یقه منو بگیر از من سوال کن که چرا، میگه من این پیغمبران فرستادم که شما فردا نگی که من حجتی نداشتم،
شما بتونی سوال کنی، بتونی گریبان منو بگیری، یعنی خودشو در مقام پاسخگویی قرار داده. پس در ولایت با این تعبیری که صوفیانه ازش کردن و یه دیگه حکما یا متعلهین اینو تقسیم کردن به ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و گفتن در ولایت تکوینی از این خبرها نیست، نه خیر، در ولایت تکوینی هم شما کماکان میتوانید پرسش کنید، نه معنی که برید بهانه گیری کنید و چون و چرا کنید این حرفا. این اتفاقا در یه روایتی که از امام صادق نقل شده، از امام صادق پرسیدن که عقل چیست، گفت العقل ما به دبه رحمان و اکتسب به الجنان، عقل اون چیزی که به وسیله او خداوند عبادت میشه و از طریق اوست که جنت و بهشت کسب میشه. بعد سائل از امام صادق میپرسد که خب پس اینه که شما گفتید که این ماویه هم عقل داره، گفت ها اون یه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، تلک النکرا و تلک الشیطان، میگین شبیه عقل، این نکراست، این شیطنت، این کرم ریختنه به تعبیر امروزی ما، این برای حقیقت مهم نیست، مال حقیقت نیست، این چیزی نیست که شما باش به حقیقت برسی. شما در هر ولایتی وقتی سوال میکنی به معنای اقناع قلب و اقناع عقل محق هستی پاسخ بشنوی، شما نمیگن حق نداری بشنوی. این نکته اول. نکته دومی که شما فرمودید بین تفکیکی که بین مؤمن و مسلم و این وجود داره، خب اولا اینکه ما متر ایمان ما دست کسی نیست. بله، ما نگفتیم که بین مؤمن و مسلم تفکیک نداریم. عرض بنده این بود که شما نمیتوانید تقلیل گرایانه به ما بگید که اسلام یعنی ایمان به شمشیر، ایمان یعنی ایمان به دل، به خاطر اینکه آیات قرآن خلاف اینو به شما میگه. چون اگه غیر از این بود، اگه واقعا منحصر به او بود که خب اون آیاتی که من برای شما نقل کردم نباید درش می بود، باید اون آیات حذف کنیم از قرآن، بگیم این آیات جعلیه یا بی خود اونجا اومده. بعد تفکیک بین مؤمن و مسلم و فقیهان میکنن، و البته این من باز ارجاع میدم به سخنان خود دکتر سروش که ایشون میفرمایند که اسلام یا مسلمانی یا تمدن مسلمانی فقیه پرور است و عمده بروندادش فقه بوده، که خب البته من موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر فقط فقیه پرورش میداد، این همه علم و فلسفه و نمیدونم معماری و هنر و این چیزا کجا در اومد؟ بله ما یه تفاوتایی داریم با تمدن غیر مسلمانی، ولی بالاخره همش فقه نبوده، فقه نقش داشته ولی تمامش فقه نبوده، یعنی خیلی احتیاج به استدلال های بیشتری داریم که ما بتونیم ادعا کنیم که عمده تمدن مسلمانی فقه بوده است. سوال سوم شما درباره موسی و خضر رو اینه که پیامبر هم ولایت داشته و این حرفا. حالا من نمیدونم در کدوم روایت پیغمبر ولی هم هست، پیغمبر امام هم هست. ما البته اگه به این کتاب‌های تعلیمات دینی جمهوری اسلامی اشاره کنیم، بله میگن که امام حضرت ابراهیم آخر عمرش به امامت رسید و این حرفا، ولی هیچکس پیغمبر در جایگاه ولایت و امامت قرار نمیده. پیغمبر کارش ختم نبوت، کارش تشریع، کارش کار امام نیست. امام در همون روایتی که نقل کردم که پیغمبر به شما میگه اصلا کار من تعویل نیست، میگه فیکم من یقاتلکم علی تنزیل تعویل القرآن کما قاتلتکم علی تنزیل، یعنی به آشکار به شما میگه که من در همین حوزه کار میکنم، وارد حوزه دیگه نمیشم. این امامه، این ولیست که میاد این کار تعویل و کار باطن رو انجام میده. قائم اصلا کارش این نیست، پیغمبر نمیتونه قائم باشه، نمیتونه کار قائم رو انجام بده. در نتیجه بله شما میتونید در زبان یه آدمی، یه صوفی مثل ابن عربی بله اینو سراغ بگیرید، ولی ابن عربی که حتی ولایت رو به پیغمبر چیز نمیده، پیغمبر ابن عربی خودش هم در ردیف پیغمبر میبینه، خودش هم خاتم العرفا میبینه. این مقدمه ترجمه فارسی فصوص الحکم رو اگر بخونید که آقای محمد علی موحد نوشته، اونجا یه مجموعی از نقدهایی که به ابن عربی وارد شده رو میبینید که از افراد مختلفی که در طول تاریخ به ابن عربی نقد وارد کردن، یکی از دلایلی که به ابن عربی نقد وارد میکردن همین حرفای ابن عربی بود که نه تنها برای پیامبر یه ولایتی قائل میشد و درباره نور محمدی و حقیقت محمدی حرف میزد، که در واقع میخواست بگه آقا اصلا منم، اون ولی منم، به اینجام رسید. به همین دلیل بود که یکی مثل شمس تبریزی به ابن عربی میگفت که شیخ محمد از این مردی بود اما در متابعت نبود. خلاصه فی الجمله من متقاعد نیستم که پیامبر نقش ولی داره، پیامبر نقش پیامبری داره، ولایت نقش دیگری است. البته که پیامبر ولایت دارد، اتوریته دارد، ولی به اون معنایی که در قصه موسی و خضر آمده، پیغمبر نه خضر
هست نه میتواند خضر باشد نه اجازه دارد در جایگاه خضر باشد. این به معنی تحقیر پیامبر یا تخفیف جایگاه اون نیست. پیامبر در کمال عظمت و احترام خودش قرار دارد، در همون چارچوبی که کار میکنه، جای کسی هم قرار نیست بگیرد. پیامبر نقطه کمال شریعت هست، شریعتی که در ادیان ابراهیمی است، دیگه پس از او هم شریعتی نخواهد بود. ولی به این معنی نیست که پیامبر قرار کار کرده ولی رو داشته باشه در این چارچوب عمل کنه. دست کم این چیزی که من در این منابع اولیه سراغ کردم و جستم این رو به من میگوید. اگر چیزی غیر از این شما سراغ دارید به من بگید، من آنچه که میدونم در این حد است. خیلی ممنون آقای دکتر. فقط من اعلام کنم که حدود 30 دقیقه دیگه به زمان پرسش و پاسخ ما باقی مونده و سوالات نسبتاً زیادی هم به دست ما رسیده. یکی از سوالات اینطور نوشتن که حسن علی شاه هستم از افغانستان. اگر قرار باشد که ولایت اعمال اجباری نیست و در خصوص پیامبر همچنان موضوع ایمانی است، چه نیازی بود که یهودیان مدینه و دیگر مناطق دوروبر آن از عقاید مختلف با یورش به اسلام دعوت شوند و پیامبر نامه هایی به پادشاهان فارس و حبشه برای تسلیمی آنان نسبت به خود فرستاد و ادامه همین رشته بود که اقتدار پادشاهان مزمحل شد و مسلمانان ولو که قدرت تفسیری هم اگر باشد سررشته قدرتی بود که اساس آن توسط پیامبر گذاشته شده است؟ امیدوارم که صحیح قرائت کرده باشم. عرض شود که درباره یورش اسلام به یهودیان ما هیچ چیزی اشاره‌ای نداریم که پیغمبر بینو گفته شما بیاید به زور مسلمان بشید، یعنی جز در موردی که مسیحیان با اون فهمی که دست کم توی تاریخ صدر اسلام دایره بر این بود که اینها خیانت کردند، عهد پیمان شکستند، عهد شکستند و با دشمنان پیغمبر متحد شدن، یعنی با مشرکان مکه متحد شده بودن، پیغمبر اینا کاری نداشت. اینا دین خودشونو داشتن، زندگی خودشونو داشتن، باقای خرمای خودشونو داشتن. من اینجا شما رو ارجاع میدم به یک از کتاب‌های بسیار قدیمی که مونتگومری وات نوشته و خب مونتگومری وات تو سنت مستشرقین اینها رو نوشته. یه مستشرق روایتی که از اینا به دست میده چنین روایتی نیست که پیغمبر اینا رو به زور با یورش به اسلام دعوت کرد. پیغمبرش کدوم از اینا رو به زور به اسلام دعوت نکرد. زمانی که با این بین یهودیان و پیغمبر درگیری صورت میگیره، مبنای دعوا دعوای سیاسی است و حتی زمانی که اینا تسلیم میشن، زمانی که پای یهود بنی قریظه در میون میاد، من همچنان شما رو ارجاع میدم به کتاب واد که متکی بر منابع اولیه است. خود پیغمبر شخصا دستور نمیده که چگونه اینها رو مجازات کنید. اینا رو واگذار میکنه به متحدان مسلمانی که یهودیان بین خود مردم مدینه داشتن که شما خودتون با هم اثر قبیله تصمیم بگیرید که چیکار باید بکنید. یعنی مبنای ماجرا عرف زمان پیغمبر بوده. درباره اینی که به پیام به پادشاهان این ورانبر نامه نوشتن اینا رو زور دعوت می‌کنه، از این خبرا اتفاقا فتوحات مسلمانان در زمان پیامبر اتفاق نمی‌افته، همه حال بعد از زمان پیغمبره. در هیچ کدوم از اینها به این معنا این سقوط اتفاق نمی‌افته. حالا الان اینجا چندان فرصت نداریم که وارد جزئیات این بشیم، ولی من توصیه میکنم یه مراجعه دوباره بکنید به روایت هایی که درباره سیره است و علل خصوص این روایت هایی که درباره تاریخ متأخر یعنی باستان متأخر شده. کسانی که به جدیت این روایت رو زیر سوال بردن که آقا اعراب اومدن به ایران حمله کردن و به زور ایرانی ها رو مسلمون کردن، نوشتن کسانی که درباره این مسائل استدلال کردند، مورخینی هستند، مورخین جوانی هستند که این روایت رو زیر سوال بردن که این روایت ساده انگارانه است که اعراب اومدن به جایی مثل ایران حمله کردند و ایرانی‌ها رو مسلمان کردند به زور شمشیر. این پیشتر از این یه اتفاق افتاده بود و علاوه این سادگی شما نمیتونستید یه امپراتوری مثل امپراتوری ساسانی رو سرنگون کنید، یه به قول یه عرب پا برهنه بیان نظام خیلی مستقر محکمی رو در ایران سرنگون کنه. یه اتفاقی پیشتر از این افتاده بود و به این راحتی نبود که مردم رو به زور مسلمان کنن. یعنی این روایت تاریخی به قدر کافی پنبهش خورده و نقد شده و به این راحتی نمیشه اینها رو پذیرفت. آنچه که الان به ذهن من میرسه این است فعلا.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال دیگری پرسیدند که با سلام، درباره معنای ولایت سوالی دارم. شما ولایت را به درستی ترجمه کردید، ولی ولایت به سرپرستی و صاحب اختیاری هم ترجمه می شود. چرا شما از معنای دیگر استفاده نکردید؟ ببخشید دوست عزیز، یه بار دیگه بپرسید این جمله آخر رو. شما ولایت را به درستی ترجمه کردید، ولی ولایت به سرپرستی و صاحب اختیاری هم ترجمه می شود. چرا شما از معنای دیگر استفاده نکردید؟ چه تفاوتی ایجاد می شود در تعبیر ولایت با توجه به این دو مفهوم متفاوت؟ ببینید، اون ولایتی که شما میگید سرپرستی، معنای قیمومیت، من اشاره کردم بهش اگر اسلاید خاطرتون باشه. یکی از معانی قیمومیت در اون معانی سومی که از مقاله هرمان لندولت نقل کردم، که اونم مبتنی بس منابع اولیه زبانشناسی اعراب است، یک معناش البته قیمومیت است، ولی این قیمومیت حقوقی است، مثل ولایت یک کسی که ولایت بر بچه یتیم داره. این به حوزه ایمان و اسلام این چیزا کار نداره. شما موقعی که یک کسی، بچه طفلی از دنیا میره و صغیر است، تا زمانی که به بلوغ عقلی برسد کسی بر او قیمومیت دارد، اصلا اینو نمیتونید وارد حوزه دین بکنید. شما در دین نمیتونید اصلا چه حرفی بزنید که آقا شما از لحاظ ایمانی اصلا بالغ نشدی، تا زمانی که شما به بلوغ ایمان برسی من قیم شما، اصلا خبرو نیست در دین. در دین شما ایمان میاری تا زمانی که بلوغ عقلی نداشته، اصلا به مرحله ایمان نمیرسی، اصلا معنی نداره طفل ایمان داشته باشه. در دایره ایمان اصلا قیمومیت معنا نداره. و به همین دلیلی که کسانی که دین رو مترادف با اقتدار گرایی میگیرن، امروزه میگن آقا این مردم صغیرن، ما قیم اینا هستن. خب شما هم که مردمید، شما خودتون مردمید. اگر این مردم صغیرن، شما هم صغیرید. اگر مردم، اگر شما بالغید، بقیه مردم هم بالغن. در نتیجه اینجا خلق کردن یه چارچوب حقوقی است، هیچ ربطی به دین نداره که اتوریته رو ما ترجمه کنیم به قیمومیت. یک سره از این معنا دور است و تفاوت داره. بله، ما اتوریته به معنای قیمومیت و ولایت به اون معنای قیمومیت داریم، و معنی که میگن گاردینشیپ، شما یک کسی قیم یک کسی است، ولی این یه معنای خیلی مزیق از اتوریته است، نه به معنای موسعی که من بهش اشاره کردم. خیلی ممنونم. سوال دیگری پرسیدن که با توجه به درک مردمان زمان پیامبر، چرا قرآن با تمثیل سخن گفته است و صریح بیان نکرده است؟ بله، والا از خود قرآن باید پرسید، خود خدا باید پرسید، به خاطری که به ما میگه که این امثال نیست که برای مردم میزنیم. بارها در قرآن آمده که ما برای مردم مثال میزنیم. میشه جواب داد؟ بله، ولی عرض من این نیست که بذارید اینجوری به شما بگم. فرض کنید که ما در قرآن با یه سری جملات، با یه سری گزاره‌های مواجه بودیم که فقط یه معنا میشه داشت فهمید. ما مثل ریاضی برای شما بگه 2 تا 4 تا میشه خورشید مثلا از مشرق طلوع میکنه، نمیدونم منظومه شمسی چنان است، چنین است، چنان. خب فایده و خاصیتی هم چه کتاب چیست؟ فایده نداره. یه سری گزاره علمی داره به شما داده، چیز بیشتر از این شما نداده که میگه چرا اینجوریه، چرا صریح بیان نکرده. به خاطری که اصلا کیفیت عالم همینه، به خاطری که خاصیت زبان همینه. فرض کنید که به شفاف ترین وجهی که برای مردم زمان قابل فهم بوده به شما بیان میکرده، بازم مردم یه استنباط دیگه میکنن. ما چرا راه دور میریم؟ یه لحظه بیام از بستر زبان قرآن فاصله بگیریم. شما دارید با خانوادتون حرف میزنید، پدر با بچه‌ش صحبت میکنه، زن با شوهر، شوهر با زنش داره حرف میزنه، شما دو تا جمله ساده میگید که از نظر خود شما خیلی واضحه، ولی هر کسی یه استنباطی ازش میکنه، یه تفسیری ازش میکنه. ما نمیتونیم ادعا کنیم که چرا قرآن نیومده اینو واضح بیان کنه. حالا واضح هم که بیان کرده، چه اتفاقی افتاده در اون مواردی که قرآن صراحت داشته، در اون مواردی که پیغمبر صراحت داشته یه چیزایی گفته، کسی مگه حرفشو گوش داده؟ نمیشونید شما. ببینید، نکته اصلی من این است که در واقع پاسخ من مبتنی بر 2 محور است. در که ناگزیره، این کارش نمیشه کرد. در درجه اول ظرف زبان محدوده، شما هر کار کنید بالاخره زبان یه گرفتاریه برای شما درست میکنه، یه محدودیت های درست میکنه، و شما ناگزیر تمثیلی حرف بزنید یا نزنید این گرفتار سوء تفاهم میشید. دوم هم این که شما با انسان مواجهید، انسان عملیات داره، انسان اختیار داره، انسان میتواند هر جوری که دلش خواست چیزا رو تفسیر کنه، حرف تو دهان اینمون بذاره، کما اینکه میذارن، کما اینکه میذاریم، کما اینکه من و شما داریم این کار میکنیم. بذارید من یه خورده ای از یه فاصله معرفتی با تمام چیزایی که خدمت شما عرض کردم ارائه کنم. بنده یه روایتی به شما از شریعت ارائه دادم،
به همون اندازه که آقای دکتر سروش حق داره روایت خودش ارائه بده، تفسیر خودش ارائه بده، بگه اسلام دین قدرته، منم حق دارم میام چه تفسیر ارائه بدم. یه تئوری بافتن برای خودم، کما اینکه ایشون هم برای خودشون یه تئوری بافتن. این تئوری رو برای رسیدن به حقیقت ایشون ارائه کرده، ایشون دنبال رسیدن به حقیقته و برای سید کردن این سید حقیقت ایشون یه همچین طوری بافته. به زبان پوپری من دارم اینو میگم، به زبان عقلانیت نقاد. خب بنده هم این کارو دارم میکنم، ولی مگه بنده امامزاده هم؟ مگه ایشون امامزاده است؟ و تعبیر منم غلط از آب در میاد، تعبیر ایشون هم غلط از آب در میاد، روایت منم ممکن اشکال داشته باشه، روایت ایشون هم میشونه اشکال داشته باشه دیگه. اختیار با شماست، شما عملیات دارید سراغ کدومی که بری. ما نگفتیم که این قصه‌ای که بنده به شما بافتم مبنی بر اینه که آقا بنده حق محضم، آقای دکتر سروش باطل محض، اصلا هیچ خبری نیست. همه داریم با هم جستجو میکنیم، همه در پی رسیدن به حقیقتیم، تلاشمون رو میکنیم. حالا من با ایشون مخالفم، خب مخالفم. آنچه که میخواستم عرض کنم اینه که وقتی شما به قرآن مراجعه میکنید، فراموش نکنید که انسان ها عملیات دارن، انسان ها توان فهم مختلف دارن. این فقط محدودیت ظرف زبان نیست، محدودیت بشری ما هم از چشم داریم، گوش داریم، حواس محدود انسانی داریم. ما انسانیم، خدا نیستیم. خدا هم که توی عالم مرگ صحبت نمیکنه، تو عالم بی زمان و مکان که حرف نمیزنه، که رو همین زمین با همین اسباب بشری داره حرف میزنه، با شما داره گفتگو میکنه، از زبان محمد داره با شما حرف میزنه، نه از جایی که بدون اینکه شما دو لبتون به جنبه سخن رو از تو ذهن کسی بربایید. خب خاصیت دنیا همینه دیگه، اختزاش همینه. مگر اینکه ما بگیم در دنیا زنده ها نیستیم، تو عالم مرده های. خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال بعدی پرسیدن که با تفاسیر امروز شما، ولایت پیامبر نه تنها اقتدارگرایانه نیست، بلکه با همین تصویر سازی آقای خمینی نیز فردی است دارای ولایت که همسو و همراه حضرت خاتم حرکت کرده است، در حالی که تمام مورخین و سیاسیون دهه گذشته ایشان را فردی اقتدارگرا و خشونتگرا دانستند. آیا ولایت پیامبر و آقای خمینی از یک نوع است؟ خب بله، اگه با آقای دکتر هاری یزدی بگید، به صراحت به شما میگه ولایت ایشون از جنس ولایت پیغمبر نیست. ایشون در واقع با اون روایتی که میگه علما و ورثه الانبیا برخورد دیگری کرده، مصادره به مطلوب کردن، اون رو به خودشون جای پیغمبر گذاشتن. خب اونایی که با آقای خمینی اعتقاد دارن به عنوان ولی، به عنوان نمیدونم ولی فقیه، ولی غیر فقیه، به عنوان عارف، این خوب دقت کنید ببینید، این برای این نکته عبرت آموزی است. آقای دکتر سروش زمانی که مقاله ولایت باطنی و ولایت سیاسی رو نوشت، سخن اصلی ایشون بود که اگر عرفان قرار است پاش به سیاست باز بشه و این مفاهیم معنوی رو به حوزه سیاست بکشید، فاجعه ای میشه که ما الان در جمهوری اسلامی بیدیم. ما البته فراموش نکنیم که آقای خمینی دست کم به شهادت چیزایی که آقای دکتر سروش نوشتند و منتشر کردن، حالا اگر الان چیزای دیگه دارن ما نمیدونیم، از دست کم بنده با اطلاع نیستم، در چشم ایشون آقای خمینی بسیار شخصیت بزرگی بود، همون آفتاب دیروز و کیمیای امروز بود و همون کسی بود که در مقدمه نهاد ناآرام جهان آقای دکتر سروش یاد میکنه از اینی که آقای خمینی بهشون گفته بود اینو بنویسه و چقدر با ستایش از فهم ایشون از ملا صدر حرف زده. و تو دعوای سیاسی هم میبینید که آقای دکتر سروش به ما میگه که اگه مخیر باشه بین آقای خمینی و محمد رضا پهلوی، البته آقای خمینی رو انتخاب میکنه. میخوام بگم که آقای خمینی یه الگویی از یه نوع رهبر کاریزماتیک صاحب ولایت در نگاه دکتر سروش، دست کم تو اون چیزهای قبلی. ولی من دوباره برمیگردم به همون موضوع ولایت فقیه که خیلی باش مخالفن. ما اصلا احتیاج نداریم حتی از منظر یکی فیلسوفی مثل آقای دکتر هاری به قصه نگاه کنیم. خیلی از سنتی‌ها باش مخالفن، اصلا اساس مخالفن با این جنس ولایتی که فقیه بیاد بگه ولایت من ادامه ولایت رسول الله، اصلا این خبرها نیست. برای یه عده فقیه، اگه شما به عنوان فقیه اومدی ادعا کردی ولایت من امتداد ولایت محمد بن عبدالله، اصلا مشرک شدی و خیلی قبول ندارن. میتونید شما که اگر در داخل توایف مختلف شیعه اثناعشری نگاه کنید، این روایت اینه که ولایت فقیه وجود داره، اتفاقا یه روایت قلیلی است، روایت غالب نیست. شما نگاه نکنید به اینه که این روایت از ولایت روایت حکومت زبان قدرت سیاسی است. مؤمنین که اینجوری بهش نگاه نمی‌کنن، که فقط یه عده‌ای که قائل به ولایت فقیه هن و اونایی که قائل به ولایت دایره محدودتری قائل به ولایت مطلقه فقیه هن به همچین چیزی باور دارن، خیلی باور ندارن. در نتیجه اون پاسخ ایشون اینجوری است، پاسخ آقای دکتر هایری است که نخیر، شما نمیتونید بگید که ولایت شما ادامه ولایت رسول خداست.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال بعدی پرسیدن که فرض کنیم که دکتر سروش واژه ها را به اشتباه به کار بردن و منظور ایشان این بوده که حکمرانی پیامبر اقتدارگرایانه، داخل پرانتز نوشتن اوتوریتاریانیزم، و حداقل در مواردی اسلام با استفاده از خشونت و قدرت اعمال شده. آیا تاریخ اسلام و سیره نبوی این را تایید میکند؟ دکتر سروش ارجاع میده به سیره، البته به خاطر اینکه در سیره خیلی چیز هست، در سیره خیلی روایت هایی که اصلا مثال هایی که دکتر سروش آورده احتمالاً در برابر اونها خیلی مثال های خیلی نرم و ملایمیه. ولی سوال این است که ما سیره رو چجوری میخونیم، سیره رو چجوری روایت میکنیم، به خاطر اینکه در سیره ابن هشام، در سیره ابن اسحاق داستان های آورده که به احتمالاً عموم مسلمین پاک ازش بی خبرن، اصلا یه بار باز نکردن ببینن که این سیره چی به شما میگه. مورخین بعدی، عده‌ای از مورخین و تو نقدای بقیه آمده دیگه، دوستانی که نقد کردن دکتر سروش، یکی از نکاتی که بهش اشاره کردن این است که این روایتی که در سیره ساخته شده روایت اواخر دوره اموی، اوایل دوره عباسی است، به خاطر اینکه اینا می‌خواستن یه تصویر مقتدر و توانگری از اسلام ارائه بدن که آقا ما دنیا رو فتح کردیم، پیغمبر ما هم اینجوری بود، پیغمبر ما هم یه سلطانی بود ورای هر گونه چون و چرا و هر گونه پرسش. یه قصه قصه ها رو ساختن، یه روایت هایی از پیغمبر ایجاد کردن که تصویری فرد اقتدارگرای بود که خب تو دل مردم خالی شد که فکر نکنید ما کسی نیستیم، ما خیلی زور داریم، خیلی قدرت داریم. و البته جوابم میداد، به خاطر اینکه تصویری که از اینها میساخته اینجوری بود. شما نگاه کنید در روایتی که مستشرقین ساختن و این نقد رو شما در زبان ادوارد سعید میبینید موقعی که سعید شرق شناسی رو نقد میکرد، که یه سری اصطلاحاتی اینا وضع کردن به عنوان هوسرانی شرقی، به عنوان استبداد شرقی، به عنوان خودکامگی شرقی. و البته بعد اسلام هم جاشو گرفت، چون شرق در اون زمان خیلی مترادف بود با این حکومت مسلمان ها. خب عثمانی ها در قدرت بودن، با ترک ها برخورد کرده بودن، اروپاییان تو دورهای قبلی با مسلمان ها دیگه برخورد کرده بودن، و این مسلمان ها در چشم این های موجوداتی بودن که در واقع خلاصه تمام رذایل بودن، و در صدرش همون چیزی بود که شما در زبان وبر هم اینو پیدا میکنید، اینها تجلی اورینتال دسپاتیزم بودن. استبداد شرقی یعنی همین، استبداد مسلمانی یعنی همین. ولی خب پیغمبر اسلام هم اینجوری بود، وقتی میخوان بگن که مثلا این مسلمان ها هوسران و شهوتران بودن، خب اینا برساخته است دیگه. شما اگه اون جلد چاپ اول کتاب سعید رو ببینید، اون تصویری که یه فرد برهنه ای، مردم هست، زن هم نیست، کاملا برهنه است، یه مار دور گردنشه، روی سجاده وایستاده، روی دیوار یه عده شیخی با لباس عربی نشستن دارن اینو تماشا میکنن. این تصویر عجیب غریبیه و کاملا انعکاس تصویر خیالی و بافته ذهن مستشرقین رو نشون میده. ما با این سیره چیکار میکنیم؟ مطالعه انتقادی لازم نیست، هر چیزی که جلوی شما گذاشتن همینجوری عیناً بپذیرید، بگید آقا اینا مسلمان اینا رو میخوندن پس تاریخ کمینه. خب نه، شما میتونید در تاریخ تشکیک کنید، تاریخ میتونید از نو بنویسید، تاریخ میتونید نقد کنید. خیلی روایت ها وجود داره، چه درباره رابطه در واقع زندگی پیامبر، چه درباره دورهای بعدی ما. چرا حالا اینقدر بخوام فکر کنیم فقط زمان پیغمبر اتفاق میفته؟ تاریخی که همین دیروز اتفاق افتاده میشه تحریف بشه، تاریخی همین 20 سال پیش 30 سال پیش اتفاق افتاده و این همه سند و چشم و نمیدونم دوربین و عکس و تصویر وجود داره رو مردم دگرگون میکنن. ما که نمیتونیم بگیم چون این همه در روزرسانه ها نوشتن که چون این است و چنان است. ببینید در همین جمهوری اسلامی صبح تا شب به کسانی که در سال 88 بین انتخابات اعتراض کردن گفتن فتنه‌گر، نمیدونم آدم کش، نمیدونم برانداز، هم انواع اقسام نسبت ها رو بینا دادن. خب کجا این اتفاق افتاده؟ و هی بینا گفتن اینا مردن، اینا وجود ندارن. کجا مردن؟ کجا وجود دارن؟ خب شما که نمیتونید با تکرار کردن یه مدعی مدعا رو مدلل کنه. من نمیخوام بحث رو کاملا ببرم به یه حوزه دیگه. عرض بنده این است که وقتی با سیره برخورد میکنی، سیره رو میشه انتقادی خون، منابع اسلام، همین چیزایی که موجوده، ولی خب شما نمیتونید هر چیزی که موجوده رو عینا نعل به نعل بپذیرید. که لازم هم نیست از دید ضرورتا مؤمنانه نگاه کنید، به خاطر اینکه از عقلتون نمیتونید استفاده کنید. اگر مستشرقین شما از مونتگومری وات بگیرید تا یه آدمی مثل مدلون بگیرید، اینا اومدن تاریخ متقدم اسلام رو خوندن و یه روایت غیر روایت مسلط سنی گرایانه ازش ارائه دادن، به این معنا نیست که اینا یهو یا شیعه شدن یا مسلمون شدن. خب با عقلشون سوال پرسیدن دیگه، در نتیجه تشکیک میتونستن بکنن. عرض بنده این است که شما در تمام اینا میتونید تشکیک کنید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال دیگری پرسیدن که دکتر سروش در سخنرانی خود اشاره کردند که اصولاً اخلاق اسلامی اخلاق جهادی است و شهید و واحد ارزش است که ثواب برخی از عبادات را با آن می‌سنجند. به نظر می‌رسد این گزاره را جهت تقویت نظر خودشان ارائه دادند. سوالی که داشتم این بود که نظر شما درباره این گزاره چیست؟ والا وقتی میگیم اصولاً اخلاق جهادی است، خرده‌ای تعمیم‌گرایی بیش از حد درش هست، بخاطر اینکه وقتی شما درباره تاریخ اسلام حرف میزنید، خب وقتی امروز در قرن 21 در روز هفتم فوریه سال 2021 درباره تاریخ حرف میزنیم، ما یه تاریخی داریم که هم از حیث زمان هم از حیث گستره جغرافیایی خیلی جاها رو شامل میشه. یعنی تاریخ مسلمانی یه بخش بزرگی از سنی ها رو داره، سنی های اشعری رو داره، سنی های معتزلی رو داره، متعبیر متکلمی، سنی های فیلسوف محور رو داره. شما بینشون ابن رشد دارید، بینشون غزالی دارید، امویان شام رو دارید و امویان اسپانیا رو دارید. تا حداقل 150 سال حکومت شیعه خلافت فاطمی رو دارید که اینا مسلمان بودن، شیعه بودن، اسماعیلی بودن، اسماعیلیان ایران رو دارید و همینجور دونه دونه بشمارید. اثنا عشری های دوره های مختلف رو دارید که اینا مثل هم نبودن. آیا اینا همشون اصولا اخلاقشون جهادی بوده؟ خب خیلی حرف درشتی است، خیلی ادعایی است. یعنی اگه ما بخوام برگردیم اصولا جا بندازیم، با کدوم معیاری، با کدوم آماری میتونیم ادعا کنیم که اصولا اخلاقشون جهادی بوده؟ اینا همه دنبالی بودن که شهید بشن. این ادعای جدیدی است به نظر، یعنی نسب کاملا امروزین داره و این شما میتونید از لحاظ از حیث بررسی ادبیات بسنجید که به طور خاص این بحث هایی که درباره جهاد و جهادیگری و اینجور چیزا مربوط مطرح میشه هیچ سابقه بیشتر از 30-40 سال اخیر در ادبیات نداره. بله ما در متون داریم درباره جایگاه شهید و قضا کردن و غزو و اینجور چیزا، شما حتی در ادبیات صوفیانه اون میبینید. شما برید منطق الطیر رو بخونید، برید مثنوی مولانا رو بخونید، فرد قاضی، فردی که به غزو میرود، به جهاد، به کفار میرود، قدر داشته به خاطر که هنوز در فضای دارالاسلام و دارالکفر زندگی میکردیم. ولی اینی که بگیم اصولا اخلاق جهادی بوده، این همه صوفیان و فیلسوفان در باشن کجاش اخلاق جهادی بوده؟ اگه اخلاق جهادی بود که پس این همه آدمی که در تاریخ مسلمانی بین ارجاع ندادن مسلمان نبودند، عیار مسلمانشون پایین بوده. با این حساب اگه بخوام بریم، باید بریم شما 1000 نفر، 2000 نفر، 100000 نفر آدم رو پیدا کنیم در کل تاریخ مسلمانی فقط اینا مسلمان بودن، بعد بقیه هم مثلا بی اخلاق بودن، اصلا اخلاق مسلمانی حالیشون نمیشده. به نظر من این خورده تعمیم بیش از حد و مصادره به مطلوبه. من دوباره تکرار میکنم که اگر یه خورده ادبیات رو بررسی کنید که از کجا این تعبیر جهادی و جهادیگری ناگهان بخشی از ادبیات ما شده، بعد از پیدا شدن سرکله طالبان و داعش و القاعده و نمیدونم بوکو حرام و نمیدونم این گروه های مختلفی که در جای مختلف عالم اسلام فعالیت افراطی میکنن، اینا یهو شدن بخشی از ادبیات ما. یعنی در واقع سیاست گره خورده، ربطی به الهیات و فهم از دین و اینجور چیزا نداره. که مقاله در این زمینه زیاد نوشته شده درباره نسبت دین و خشونت، که حالا اینجا جاش نیست که من درباره اینا بحث کنم، ولی بالاخره ادبیات این بحث ادبیات غنی است، ادبیات اینقدر نحیفی نیست که بشه به همین سادگی ادعا کرد که اخلاق مسلمانی اخلاق جهادی. این یه خورده ای اقراق و مبالغه درش است. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدپور. پرسیدند که شما سعی دارید که پیامبر را صلح طلب معرفی کنید، اما چطور خلفای راشدین که با پیامبر زیستند همچنین برداشتی نداشتند و مدام در حال جنگ و جدال بودند؟ آیا ما از جناب ابوبکر رضی الله بیشتر میفهمیم؟ بسیار سوال خوبه. نه بنده قصد ندارم پیامبر صلح طلب معرفی کنم، در این حال بنده قصد ندارم پیامبر جنگ طلب معرفی کنم. من فکر میکنم محمد ابن عبدالله در زمان خودش، در بستر زمانه خودش، در عرف زمانه خودش زندگی میکرده و به شهادت دوست و دشمن کسی بوده که جامعه عرب رو دگرگون کرده، جامعه‌ای که سرشار از خشونت و درگیری و قتل و کشتارهای بی پایان بوده، یه قاعده یه قانونی براش حکم فرما کرده و اصلا در مقایسه با ببینید ما محمد ابن عبدالله، یعنی در واقع جامعه عرب پیش از محمد و پس از محمد باید مقایسه کنید. آنچه که بعد از درآمدن اسلام شما در بین مسلمان ها میبینید یه نظامی، یه آرامش نسبی است که اصلا پیش از اون سراغ ندارید. یه تقی به یه توقی میخورد، 100 سال، 200 سال دوتا قبیله با هم میجنگیدن و مرتب آدم میکشتن. یه کسی اومد گفت آقا یه نفر کشته شده، شما یه نفر میکشید دیگه تمام، ماجرا رو جمع کنید. شما به این پیغمبر میگید خشونت طلب، این پیغمبر میگید که اهل جنگی درگیری،
بقیه هم همین جورن، خلفای راشدین هم ازشون همینه. ما نمیتونیم به راحتی اسمش رو بذاریم اینا جنگ طلب بودن. بله بنده اذعان میکنم، آدما خصلتا خصوصیات روحی روانی متفاوتی دارن، یکی بیشتر متمایل است به اینه که بر عقایدش اصرار رو بورزه و حتی شمشیر بکشه. شما چرا راه دور میرید؟ بین خانواده پیغمبر تفاوت بین حسن و حسین آشکاره، یکی حاضر برای عقایدش جان بده بجنگه، یکی حاضر نیست جان بده، میره صلح میکنه. اینا در زمان خود امام علی هم وجود داشتن. شما مثلا اون کتاب جانشینی پیامبر رو بخونید که معدلومی نوشته، روایت هایی که نشون میده که آدم هایی که بسیار به علی بن ابی طالب نزدیک بودن، به صورت مشخص از سه نفر اسم میبرم معدلومی، یکی از مالک اشتر است، یکی از عبدالله ابن عباس، یکی از نزدیکترین اصحاب علی ابن ابی طالب. و حجم عظیمی از این روایت های ولایی و عارفانه‌ای که به درباره علی ابن ابی طالب نقل شده رو همین عبدالله ابن عباس نقل کرده و البته پسر ایشون امام حسن. و این سه نفر با امام علی مخالف بودن اصلا سر جنگیدن با معاویه، میگفتن تا جنگی بی خود میکنی، داری وقت خود و وقت ما رو داری تلف میکنی. و یادتون باشه این تصویری که ما از مالک اشتر و عبدالله ابن عباس بعدن برای ما ساختن، تصویری یه آدمی بوده که بیچونه چرا تسلیم علی بودن، این خبرها نبوده. اینا حرف میزدن با علی، بحث میکردن، باش مخالفت میکردن، باش مجادله میکردن، زیر بار نمیرفتن به این سادگی، در این حال این نهایت وفاداری رو بهشون داشتن. ولی عرض من این بود که نه آقا، من نمیخوام پیغمبر اسلام و یهو پاکیزه و ترتمیز و قدیس و فرشته و اینجور چیزا جلوه بدن، ولی اون طرفش هم نمیخوام بگم. نمیخوام بگم که ما با یه آدمی مواجه بودیم که ناگهان حس نمیدونم انتقام جویی جلو چشم میگرفته، چش کور میشده، حاضر بوده برای شهواتش، برای قدرتش نعوذ بالله بره آدم بکشه، نمیدونم جان مال مردم رو بره، باید برای اینکه قدرتش مسلط کنه این کار رو میکنه. عرض بنده اینه که ما نیاز به یه روایت واقع گرایانه ای داریم در حد امکان، در اون حدی که هر کسی میتواند بهش دسترسی پیدا کنه. و دسترسی ما به این منابع یکسانه، یعنی من و شما که در قرن 21 به همون اندازه‌ای که آقای دکتر سروش به این منابع دسترسی داره، من و شما هم داریم. من و شما هم از همون منابع استفاده میکنیم که ایشون استفاده میکنه. ایشون به یه منبع لایزالی پنهان نمیدونم معنوی وصل نیست که من و شما وصل نباشیم. ابزار ما چی؟ ابزار ما عقله. همه ما عقل داریم، از عقل خودمون میتونیم استفاده کنیم. حالا ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم که داریم. من روایت خودم ارائه میدم، میگم نه آقا، این تصویری که شما از محمد به عنوان یه فرد اقتدارگرا به این معنی که میخواسته تمام معنویات خودش رو، اراده خودش رو با تکیه بر شمشیر مسلط بکند، روایت نادقیقی است بنا به این استدلالایی که گفتم. و در همین حد ادعای من در همین حد، بیش از اینم ادعا ندارم. پیغمبرم یه موجود ماورایی اسطوره‌ای عجیب غریبی هم ارائه نکردم که اصلا نشه بهش دست زد. من با هم داریم تاریخ میخونیم و به عنوان مثلا یه نفر مؤمن و کسی که خضوع ایمانی در برابر پیامبرم داره اینجا صحبت نمی‌کنم، به عنوان یه کسی که کار علمی داره می‌کنه دارم حرف می‌زنم با شما. خیلی ممنونم. سوال دیگری در همین موضوع پرسیدن که آیا برپایی این همه جنگ در زمان پیامبر لازم بوده است؟ چرا پیامبر مجبور به برپایی حکومت و در پی آن جنگ با مخالفانش بوده است؟ چرا پیامبر اسلام مثل حضرت عیسی پیامبر صلح نبود؟ تمایل به جنگ و خونریزی در بین قبایل عرب شایع بوده است و شاید جنگ در آن زمان اقتدارگرایی تلقی نمی شده و در گذشت زمان تعاریف اقتدارگرایی تغییر کرده است، مثل تعریف بردهداری که در بستر زمان و خوب بودن آن در مثل تعریف بردهداری در بستر زمان که در گذشته خوب بوده است و امروزه دارای قب هست. بله سوال خوبی است. ببینید اولا که این جنگایی که پیغمبر کرده لازم بوده یا لازم نبوده، ما که نمیتونیم تشخیص بدیم لازم بوده یا لازم نبوده. ببینید شما توی زمانه خودتون تو هر شرایطی که واقع باشید بر حسب اتفاقهایی که اون موقع میفته شما میتونید تصمیم بگیرید. یعنی شما اگر در بستر و ظرف و زمان اون ماجرا واقع نباشید، روایتی که ارائه میدید روایت نادقیقه. شما نمیتونید یه جایی به طور انتزاعی، به طور کاملا ذهنی بگید آقا جنگ کردن بده، جنگ نکردن بده. هیچ کدوم از این احکام شما نمیتونید به این راحتی صادر کنید تا تو چارچوب ماجرا واقع نشده باشید. خود آقای دکتر سروش هم درباره اینا حرف زده، بسیار کتاب نوشته شده، کتاب علی عبدالرازق که درباره اسلام و اصول الحکمه. علی عبدالرازق روحانی مصری بود، متکلم بود، فقیه بود، فیلسوفی بود برای خودش و در اوایل قرن بیستم کتابی نوشت و استدلال کرد در کتاب اسلام و اصول الحکم
که اینی که پیغمبر حکومت تشکیل داد کاملا عرضی بود، تصادف بود. اصلا ما نیاز نداریم به خلافت، حتی نیاز نداریم. پیغمبر اگر حکومت نمی کردم همچنان پیغمبر بود، اتفاق نمی، ولی حالا تصادفا پیش آمده کرده، ولی ضرورتی نداره. شما میگید پیغمبر نمیتونست مثل عیسی رفتار کنه، خب ما نمیتونیم بگیم نمیتونست مثل عیسی رفتار کنه، شما که نمیتونید زمان رو به عقب برگردونید. بالاخره یه اتفاقای افتاده، یه دی با هم درگیر شدن، یه دی با هم گلاویز شدن. ما فقط از یه طرف هم که نمیتونیم روایت کنیم این قصه. شما فکر میکنید که پیغمبر تو یه جایی توی خلایی زندگی میکنه، بقیه وجود نداره؟ خب یه دی جلوش وجود دارن، یه دی در برابرش مقاومت میکنن. خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم مثلا بگیم آخه اصلا نمیشد پیغمبر نیاد بگه آخا قولوا لا اله الا الله، اصلا به تو چه که یه دی غلام این مشرکینن؟ به تو چه ربطی داره که اصلا اینا دارن دختراشون خاک میکنن؟ به تو چه ربطی داره که اینا حقوق اجتماعی ندارن؟ برو آقا زندگی تو بکن، برو توی قالی بگو لا اله الا الله، بیاد اونایی که دوست دارن بیان با من نماز بخونن، بقیه هم برن همینجوری زندگی کنن با همین ذلتشون. این اگه درگیری پیش میاد، اگر نزاعی پیش میاد، در یه بستر اجتماعی پیش میاد. اینجوری نیست که رو هوا رخ بده که بگه آقا این جنگ طلب بوده یا صلح طلب بوده، چرا رفته حکومت کرده. شما موقع بذارید یه مثال دیگه برای شما بزنم، ربطی به مستقیم زمان پیغمبرم نداره. علی ابن ابی طالب در ماجرای سقیفه خب زیر بار خلافت ابوبکر نرفت، یعنی مدت ها طول کشید تا بالاخره علی رو بردن که با ابوبکر بیعت کنه. چون میگفت آقا این حق منه، خودش متقاعد بود که من باید بشم خلیفه، من جانشین پیغمبرم. ولی اصرار هم نمی کرد، با کسی هم نمی جنگید تا تمام دوره ای که تا روز آخری که عثمان زنده بود پشت این خلفا وایستاد. هم از ابوبکر حمایت کرد، هم از عمر حمایت کرد، هم از عثمان. و بارها گفته بود که من اینقدر از این عثمان حمایت کردم تو این کارهایی که میکرد که خودم خجالت دارم میکشم، فکر میکنم شریک خطاهاشم. و بعدم که مردم اصرار میکردن که بیا شما بشو خلیفه، میگفت من نمیخوام آقا. از اون روایتی که در باره آب دهان یه بز برای من بی ارزش ترین حکومت شما، اصلا تن بهش نمیداد و بالاخره هم به زور کردنش خلیفه. و دوران خلافت علی هم خیلی کوتاه، 5 سال فقط. حالا شما چی دارید میگی؟ علی مجبور بوده، حالا اگه نمیخواستن ازش میرفت حکومت میکرد. ما توی زمانی داریم زندگی میکنیم که محمد از مکه پاشده رفته مدینه، عموم مردم تو جامعه عربی چشمشون به کیه؟ چشمشون به محمدی که براشون همه چیزشه، که این محمد همه چی بهشون داده، در نتیجه مرجعشونه، الگوی فکریشونه، اصلا بیشتر دوستش دارن، جان مالشون رو براش میدن. اصلا به طور طبیعی این آدم در رأس نظام اجتماعی قرار میگیره. یه جوری ما داریم حرف میزنیم که انگار توی خیال این اتفاقا میفته، یا توی عالم ذهنی رو کاغذ ما نشستیم، این حکومت باشه، این رئیس دولت باشه، این وزیر باشه، این حاکم باشه. همچین اتفاقی نمیفته تو عالم واقعی. تو عالم واقعی خیلی چیزا بدون محاسبه و سنجش از پیش رخ میده. و یکی از مسائل اساسی این بحث همین که ما از پیشش نقشه ای نداریم، برای نداشته این، برای اینکه بعدش قرار بوده چه اتفاقی بیفته. خوب دقت کنیم، ما داریم جامعه شناسی نگاه، جامعه شناسانه نگاه میکنیم به ماجرا، نه از دید یه نفر مؤمنی که به شما بگه آقا از ازل تا به ابد همه چیز در لوح محفوظ ثبت بوده، معلوم بوده چه اتفاقی داره میفته. اینا ما نمیدونیم، اونا شما دیدگاه مؤمنه. من دارم به شما میگم که روی زمین این اتفاقی که برای پیغمبر افتاده همینجوری تو چارچوب این شرایط اتفاق افتاده. اگه ابو جهلی نبود، اگه ابو لهبی نبود، اگر ابو طالبی نبود، ببینید فرض بگیرید شما چرا اینا رو فرض میکنید، چرا حکومت نکرد؟ آقا من به شما میگم اگر ابو طالبی نبود، آیا اصلا دین محمد به اینجا میرسید؟ اگه خدیجه ای نبود که این آدم رو حمایت کنه، بهش پشتیبانی مالی بده، نگهش داره، حفظش کنه، مقاومت کنه در برابر حملاتی که به اون میشه، اصلا محمد به اینجا میرسید؟ اصلا پاش به مدینه میرسید؟ اگر ابوبکر و علی نبود که همراهیش کنن در اون ماجرای هجرت، اگر محمد رو در مدینه کشته بودن، ما اصلا دین اسلام امروز اینجا داشتیم؟ از بین تمام این مسئله ها ما داریم انگوش گذاشتیم رو همین سوراخ سوزن که اصلا چرا رفت حکومت کرد. حکومت کرده، شما دارید چی کار میکنید امروز؟ سوال این نیست که پیغمبر اون موقع چی کار کرده چی کار نکرده، سوال اینه که شما از این الگوی زندگی محمد چی رو میگیرید؟ چه چیزی از محمد برای شما مهمه؟ ببخشید بحث خیلی دور شد، ولی عرض بنده این بود که نه، خیلی ها مخالف بودن با این که آقا حکومت کردن با ذات پیامبری نسبت داره. اصلا این چیز تازه هم نیست، بسیار بحث قدیمی نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر. نزدیک در واقع همین الان 2 ساعت هم گذشته از شروع برنامه. به عنوان سوال آخر سوال میپرسم، پرسیدن که با نگاه منصفانه و بیطرفانه آیا اصلا امکان برقراری حکومتی بدون خون و خونریزی وجود دارد؟ آیا شما می توانید مثالی بیاورید که حکومتی بدون کشتن مخالفان برپا شده باشد؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، اولا که بدون خون و خون ریزی با کشتن مخالفان فرق داره. آخه مخالف به کی داریم میگیم؟ یه وقتی هست یه کسی با تمام قدرت نشسته میخواد حکومت از چنگ شما در بیاره، میخواد مثلا نظام اجتماعی رو دگرگون کنه، شما اصلا یه لحظه پیغمبر اسلام بذارید کنار، شما در هر کشوری در هر حکومتی در برابر صاحب قدرت مسلط شورش کنی، بخوای حکومت از چنگش در بیاری، بخوای بری چه میدونم رسانه هاش رو بگیری، پادگاناش رو بگیری، اصلا نمیشه. وای نمیستن شما تماشا کنن که آقا بیا شما بگیر اصلا. چون شما مخالفی، ما مخالف احترام میذارم، بیا قربونت بشم، بیا روتو ببوسم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای من گردن رو بیارم شما با شمشیر بزنی؟ آقا ما چه راه دور میریم؟ اینقدر میگیم در مسیحیت نمیدونم خشونت. آقا مسیحیت به شما 4-5 سال زندگی عیسی ابن مریم نگاه نکنید، به تمام این حکومت ها و این امپراتوری هایی که بعد از این بر با تکیه بر شمشیر مسیحیت برپا شده نگاه کنید، به بیزانس نگاه کنید، به اون چیزایی که بعداً به حکومت رومی ها نگاه کنید، اینا چجوری حکومت میکردن با تکیه بر دین مسیحیت، با تکیه بر اقتدار کلیسا کار میبردن، با شمشیر میبردن جلو دیگه. ما اگه بخوایم بگیم دین شمشیره، خب این مسیحیت بیشتر دین شمشیر بود چون آدم کشته. میگیم آقا حکومت بدون خون و خونریزی میشه؟ نه آقا نمیشه. منصفانه نگاه، ما که در دنبال تقدیس حکومت نیستیم، اصلا صحبت ما درباره حکومت کردن نیست، صحبت ما درباره پیامبریه. صحبت ما این نیست که آقا حکومت آیا خون میده. بله، وبر به شما میگه که حکومت هست که انحصار استفاده از خشونت داره، حکومت خون شما رو می‌ریزه، میگه آقا خوب کار کردم گفتم، غیر از این میتونی بکنی؟ شما زورت میرسه بیا بکن. زمانی که شما زورت، ببینید یه مثالی برای شما بزنم خیلی ساده است. زمانی که در ایران آقای محمد رضا پهلوی شاه کشور بود، هر کسی که در برابر او شورش میکرد بنا به قانون همون موقع یاغی بود، کما اینکه آقای خمینی بود. تا زمانی که آقای خمینی انقلاب کرد و تونست ایشونو سرنگون کنه، موقعی که دیگه قدرت افتاد دست آقای خمینی، دیگه معنی نداره که آقای بارزای پهلوی پیروانش بود بگن آقا ما مشروعیت داریم شما ندارید. آقا این مشروعیت الان دست این آقای خمینی است، هر کی به قدرت میرسه، به خاطر اینکه بالاخره این مردم این کارو کردن، همشون پشتشون بود، خوبه بده، دوست داریم دوست نداریم مسئله دیگری است. میشه خونریزی نکنن؟ خب البته میتونی کمتر خونریزی کنی. به همین دلیلی که در نظام های سیاسی معاصر میگن شما نیاز به یه نظام دموکراتیکی داری که موقعی که این حاکمان که در رأس قدرت واقع میشن وسوسه میشن، انسانیتشون دخیل میشه، قدرت و ثروت اینا رو تباه میکنه، اینا رو بتونی دگرگون کنی، بتونی جابجاش کنی، به طور مرتب اینا رو از قدرت به زیر بکشی که بدونی که متأثر به انقلاب خونریزی بشی. این یعنی دموکراتیک بودن نظام حکومتی. به همین دلیلی که این کشف مهم بشر در دوره مدرن که شما با تکیه بر این انواع دموکراسی رسیده باشی به گردش قدرت. لذا صحبت اینه که ما منصفانه بگیم غیر منصفانه بگیم آقا حکومت بدون خون و خون ریزی وجود دارد؟ وجود داره. ما که تو عالم خیال زندگی نمی کنیم، تو عالم واقع زندگی می کنیم. آدم ها هم همینن که هستن، کما بیش با قدیسان مواجه نیستیم. وقتی حافظ به شما میگه که جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی، یعنی که شما بالا بری پایین بیای انسانی. ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون راه آدم بیدار به یک دانه زدن. این آدم صفی الله خطا کرد، ما هم از تبار همون آدمی، ما هم انسانی، ما هم اشتباه میکنیم، چه در مقام حکومتگری باشه چه در مقام زندگی عادی. کی حکومت میکنه؟ پیامبران حکومت میکنن؟ نه. امامان حکومت میکنن؟ نه. حکومت اصلا شأن انسانی، حکومت یه امر کاملا سکولار و دنیویه و توی چارچوب روابط بشری مردم اشتباه میکنن، بهترینشون هم اشتباه میکنن. هیچ حکومت طیب و طاهری در دنیا وجود نداره، حتی در سوپر دموکرات ترین کشورهای دنیا آدم ها اشتباه میکنن. دیگه شما قوی تر از ایالات متحده آمریکا میخواهید که نهادهای دموکراتیک بسیار قوی داره؟ 4 سال تمام یه ابلهی دیوانه مثل ترامپ دنیا رو به هم ریخت، ولی خب تونستن بازسازی کنن اینشون رو. معنیش این نیست که آمریکا خیلی خوبن، نه خیر، اونا هم به زاد یک خواست ازشون سر میزنن از بقیه آدم ها. و عرض بنده اینه که حکومت رو اگر قرار باشه شما قدسی بکنید، بله خب جا میخورید اگر خونریزی اتفاق بیفته، ولی اگه بپذیرید حکومت اصلا امر قدسی نیست، حکومت یه امر کاملا زمینی و دنیوی است که آدم های خطاکار دنیوی زمامش رو به عهده میگیرن، بعد خب جنس برخورد ما با این متفاوت است. من فکر میکنم یکی از در واقع دستاوردهای خوب پیامدهای مثبت صحبت آقای دکتر سروش می تواند این باشد که به ما بگه آقا اصلا قدرت یه امر قدسی نیست، قدرت یه امر دنیوی است. حالا ایشون اراده میکنه این از جزش گرفته بشه یا نشه امر دیگری است، ولی عرض بنده این است که قدرت امر دنیوی است.
و حکومت کردن هم همینجور. شما در اون عالم معنویات قدرت آقا ما چیکار کنه؟ شما در عالم روح، در عالم جان، در عالم تجربه معنوی قدرت میخوای جان کسی رو بگیری، میخوای کسی رو بترسونی. اصلا ترس در عالمی که شما این فیزیک بشری نداری، بیولوژی بشری، این مغز رو نداری، اون هورمونا در بدن شما ترشح میشه، ترس اصلا یعنی چی؟ خوف یعنی چی؟ این فهمی که ما از ترس، از قدرت، از نمیدونم مسائلی از این جنس داریم کاملا در دایره بشریت ما اصلا معنا نداره. ما در عالم معرفت، در عالمی که زمان و مکان نداره بگیم آقا من ترسیدم، آقا مگه مرده میترسه؟ مگه آدمی که توی عالم دیگری زندگی میکنه میترسه؟ اصلا خوف و جو اصلا معنا داره در اون عالم؟ بی معناست یک سره. لذا اینا امر کاملا دنیوی و انسانی است دیگه. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدپور. با توجه به اینکه وقت برنامه ما به پایان رسیده، بار دیگر از حضور همه مخاطبین محترم و همینطور جناب آقای دکتر داریوش محمدپور گرامی تشکر میکنم. همچنین مفتخرم اعلام کنم که یک شنبه هفته آینده در تاریخ 14 فوریه یا 26 بهمن ماه میزبان جناب آقای دکتر محسن کدیور با ادامه موضوع چالش اسلام و قدرت جلسه چهارم هستیم. همچنین برای دریافت فایل این جلسه و اطلاع از برنامه‌های پیش رو لطفاً به کانال تلگرامی سپاس نیوز با آدرس sepas_news مراجعه کنید. با آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خیلی متشکرم. شب همگی بخیر. زنده باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.